با عرض سلام و ابلاغ ادب خدمت یکایک شما خوبان و نازنینان، عرضم به حضور شما که هفتمین روز است از ششمین ماه، از دوازدهمین سال در سومین هزاره. سعید بهبهانی هستم. ساعت 1:20 بعد از ظهر است به وقت غرب آمریکا و فینیکس در ایالت آریزونا 4:19 است. 4:19 است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا و هر کجایی که ساعتش 4:19 است. 10:19 است در اروپا، 9:19 در انگلستان و 11:19 است در ترکیه. به هر حال یه چند روزی است که ما یه جورایی به هم ریختیم، یعنی اینکه اوضاع احوالمون همچی سر حال نیست، جالب نیست. خب یه مقدار مشکلات پزشکی داشتیم و مسائل این گونه ای، و بعد از اون فکر کردیم که خب تو این مدت که ما استراحت پزشکی داریم، در حقیقت مرخصی استعلاجی به قول اونایی که تو اداره هستن، فکر کردم خب از این استفاده کنم و بیام کار جلو ببرم. یعنی اینکه فکر کردم که شاید بشود چند کار رو با هم انجام داد، یعنی اینکه بریم یه قدیم هم این دستگاه هامون رو مرتبتر بکنیم، منظمشون بکنیم. و بالاخره یه دونه کامپیوتری اضافه کردیم، یه دونه کپچر کارت جدید از این ویدیو که بهش وصل بشه گرفتیم و خیلی هم گرون بود، تصادفا نزدیک $1,000 پولش داد. و بعد از اون، از اونجا دوباره مشکل جدید آغاز شد، به خاطر اینکه یک ما در حقیقت یه اشتباه محاسبه کرده بودیم، زیاد دقت به امر این کار نکرده بودیم که حالا که این در حقیقت میخواد که این ویدیو رو بهتر دریافت بکنه، حالا اینو چجوری میخواد منتقل بکنه. در نتیجه در بخش اینترنتی دچار مشکل و موزل شدیم، اونجا مسئله پیدا کرد. به خاطر همین مجبور شدیم رفتیم و از شرکتی که به ما اینترنت میداد خواستیم که اولا میزان در حقیقت پهنای باند اینترنت رو زیاد بکنه، و بعدم تقسیم کردیم، رفتیم یه دونه آی پی دیگه گرفتیم ازشون. و اونایی که به حال به کار کامپیوتر آشنا هستن شاید براشون معلوم باشه، ولی مثل منی که زیاد نمیدونم شاید این حرفا زیاد دلخوش خوشایند نباشد، ولی به حال گزارش کار است. و مجبور شدیم که خیلی خب حالا بریم یه دونه آی پی آدرس جدید هم بگیریم و با در حقیقت با دو آی پی آدرس ما کار بکنیم، یه دونه از اینا رو حالا که قدرت اینترنت اونو زیاد کردیم، بالاخره وقتی که درآمد نیست چیکار می‌کنی؟ از اینا رو می‌بری بالا. وقتی دیدیم که درآمد نیست و در حقیقت حمایت مالی بسیار ضعیف است، گفتیم شاید این کارو باید بکنیم دیگه، از اینا اونو ببریم بالا. و اینترنت رو دو بخشی کردیم، یه بخشی رو دادیم به کامپیوترهای دیگر رو و در حقیقت و یه دونه رو در حقیقت مختص کردیم به اینکه پخش بکنه برنامه رو در حقیقت. و الان اگر که شما نگاه بکنی، من فهم میکنم که کیفیت تصویر ما بهتر شده باشه. البته در GLVs معلوم نمیکنه، به خاطر اینکه GLVs میخواد که بفروشه، باکسشو بفروشه، ولی از طریق اینترنت ضعیف پخش میکنه. حتی اگر که ما BBC رو پیروزا چک میکردم، پخش کردم، این بخش پرگار بود یادمه، وقتی که روی GLVs رفتم و از توی باکس این برنامه رو، اول از روی سایتشون رفتیم و از سایت BBC رفتیم برنامه رو پخش کنیم، دیدیم که به خاطر این کارو میکنن که چون حجم بینندشون زیاده، در نتیجه اون خروجی رو کوچیکش میکنن که
کم کم بیاد و همه بتونن ازش استفاده بکنن. ولی وقتی که اومدیم دیدیم که نه، کیفیت تصویرش خیلی بده. رفتیم روی جیلویز باکس و دیدیم که اونجا درست عمل میکنه. بنابراین جیلویز هم تلاشش اینه که باکسشو بفروشه و بتونه ماهیانه از شما یه پولی بگیره دیگه. شرکت تجارت، هیچ جرمی هم مرتکب نمیشه. ولی در شرایط عادی به غیر از جیلویز اگر که به سایت خود میهن تیوی مراجعه بکنی، من فهم میکنم که کیفیت تصویر رو بالا بردیم. حالا از باب محتوا ممکن است که ضعیف باشیم، که یقینا هم ضعیف هستیم، اونجوری که دلمون میخواد نیستیم، ولی تلاش میکنیم که به سمت بهتر شدن حرکت بکنیم. هم محتوای برنامه رو تغییر بدیم، هم در حقیقت کیفیت تصویر و صدا رو درست بکنیم. و دیروز هم متاسفانه بعد از این برنامه‌ای که با این جوونا داشتیم، فرزندان رستم، به ناگهان یه مرتبه همه چی شات داون کرد و یه دستگاه ما در حقیقت سوخت، یکی از این راوترهای ما اینجا سوخت، اونایی که این سیستم میگیره پخش میکنه، در حقیقت اینترنت رو تقسیم میکنه، سوخت دیگه، زورش نرسید و مجبور رفتیم یه دونه دوباره نو خریدیم، آوردیم، وصل کردیم. ولی تا امروز ساعت 11 و نمیدونم 50 دقیقه 40 دقیقه و اینا وصل نمیشد. هرچی التماسش میکردیم، درخواست میکردیم، نازش میکردیم، نوازشش میکردیم، بالاخره شد. و نمیدونم چطوری شد که همون کارهایی که قبلا انجام دادیم جواب نمیداد، چرا یه مرتبه تصمیم گرفت که جواب بده و جواب داد. و در هنگام برنامه که آقای اخگر داشتیم، آقای سعیدی زنگ زد، یه وایساد، دو مرتبه یه لحظه برنامه متوقف شد. امیدوارم که دیگه این اتفاقا نیفته، یعنی الان باید علی‌القاعده برنامه به صورت عادی و روند معمولی خودش ادامه پیدا بکنه. اما در مورد مسئله ایران، این سوال همگی ماست، ایران چه بازی رو داره انجام میده، داره چیکار میکنه الان؟ یک موضوعی که امروز در حقیقت اذهان رو به خودش جلب کرده نظر همه رو، و ستاره نازنین هم در فیسبوک این کامنت رو گذاشت تحت عنوان گزیده ای از گزارش ها، میگه که حوالی ساعت 22:18 شامگاه امشب پنجشنبه 18 خرداد 1391، گزارش های متعددی از شهرهای مختلف کشور مبنی بر مشاهده پدیده نورانی عجیبی در آسمان منتشر شد. ماهیت این پدیده هنوز مشخص نشده. گزارش های رسیده حاکی از آن است که در آسمان تبریز، همدان، شیراز، کرج، تهران، کرمانشاه، شاهرود و مشهد پدیده عجیبی دیده شده که ماهیت آن هنوز مشخص نیست. به گفته برخی شاهدان عینی، نور سفیدی ناگهان منفجر شد و ابری در اطراف آن شکل گرفت که به سرعت گسترش پیدا کرد و نیمی از آسمان را گرفت. شاهدان عینی در تویتر و سایت‌های اجتماعی گزارش دادند که انفجاری در آسمان ایران مشاهده شده. این انفجار به حدی قوی بوده که از گیلان تا تبریز مشاهده آن گزارش شده است. لحظاتی پیش تلفنی از کرمان داشتم که با ترس و وحشت خبر از این میداد که نور و صدای انفجار بسیار بزرگی در کرمان رؤیت شده و مردم خیلی نگران و وحشت زده شدند. این نور به حدی بزرگ بوده که به مدت 20 دقیقه در آسمان قابل دیدن بوده. این تلفن ها که زنگ میخوره آدم قلبش میریزه. بفهمی آقای بیبانی، جانم عزیز من، این جریان تقریبا ساعت 7-8 شب غروب لبنان هم اتفاق افتاده، توی شمال اسرائیل هم اتفاق افتاده، توی منطقه فلسطین هم اتفاق افتاده به وقت اونجا. یعنی اونا هم یه همچین گزارشاتی رو دارن، یعنی بین ساعت 6:30 غروب تا 9 شب غروب اون منطقه لبنان، شمال اسرائیل، منطقه فلسطین جریان اتفاق افتاده. خدافظ محمد زیاد. به حال
نمیدونم، ولی ما اینجا در اخبار شنیدیم که نمیدونم رفتی که به این موضوع ندارد، اگر اشتباه نکنم اورانوس یکی از همین سیاره‌های منظومه شمسی موقعیتش طوری شده که در مقابل خورشید قرار میگیره و شما اگر از این ماسکای جوشکاری و اینا داشتی و اینا و تلسکوپ داشتی میتونستی عکس اون رو ببینی و ببینی که این نقطه در مقابل خورشید قرار گرفته. چیست این ماجرا؟ خب نمیدونیم چیه. به حال ستاره گزارش داده که تلفنی از کرمان داشتم که با ترس و وحشت خبر از این میداد که نور و صدای انفجار بسیار بزرگی در کرمان رؤیت شده و مردم خیلی نگران و وحشت زده شدند. این نور به حدی بزرگ بوده که مدت 20 دقیقه در آسمان قابل دیدن بوده. مردم رفسنجان هم این نور را دیدن. به گزارش فیسبوک آذربایجان ساعتی پیش نورهای عجیب و بزرگی در آسمان تبریز و ارومیه مشاهده شده. به گزارش دوباره فیسبوک آذربایجان در پست مربوطه اضافه کرد که این نورها رفته رفته بزرگتر شدند. کامنت کاربران تبریزی و ارومیه زیر این پست حاکی از صحت این موضوع دارد. گزارش ها از پرواز شیء نورانی قبل از رخداد انفجار در آسمان شمال غرب ایران حکایت دارد. من داشتم تو بزرگراه نیایش تهران با ماشین میرفتم، یه دفعه دیدم یه نور سفید رنگ خیلی زیبا اون بالا داره حرکت میکنه. یه دفعه دو تیکه شد و شروع به چرخیدن کرد. یه لحظه گفتم ستاره دنباله دار، ولی آخه ستاره که به این سرعت نمیچرخه. بعد گفتم شاید آتش بازی بوده، ولی دقت که کردم دیدم که خیلی دوره. خلاصه بعد چند ثانیه ناپدید شد. خیلی چیز عجیبی بود. ولی من توی در حقیقت چند تا از این وبسایت ها دنبال کردم ماجرا رو، چیزی نتونستم پیدا بکنم که بگه. فقط در همین بحث فیسبوک بود که این ماجرا رو تعریف میکرد. چش اما به راستی ماجرای ایران و این ماجرای اتمی ایران ما رو به کدام سمت و سو خواهد برد سوالی است و ایران چه بازی رو داره انجام میده. به نظر من ایران الان به چینی ها گفته که من نفت به شما میدم این ور تنگه هرمز، پیش از تنگه هرمز، یعنی همون داخل خلیج فارس، خودتون مسئول این که از تنگه عبورش بدید ببرید. میدونی که تو این تحریم ها بحث بیمه خیلی مهمه. بیمه کنیم این باری که داره میره رو بحثی بیمه کنن و شرکت های بیمه انگلیسی بسیار سخت میگیرن نسبت به این موضوع و به حال این تحریم ها جدیه و بازم ببینیم که حسین شریعت مداری کیهان از این ماجرا چه تعریفی رو برای ما داره و ماجرای تحت عنوان از سایت تابناک نوشته از چاله وین تا چاه مسکو یا از چاله مسکو تا چاه وین، نمیدونم. ببینیم که این در حقیقت دنبال کنیم ببینیم که ماجراش چیست. سایت دیپلماسی ایران می نویسد که تهدید لفظی چشمانداز مذاکرات هسته‌ای از سوی مقامات تهران.
میگوید تردیدی وجود ندارد که ادامه مذاکرات بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایمن‌ترین راه برای اجتناب از اقدام نظامی احتمالی اسرائیل علیه تأسیسات هسته‌ای ایران و سپری شدن چند ماه زمان باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است. بفرمایید شما. الو. بفرمایید عزیزم. بفرمایید قربان. است که شبه پلاستاندرا. نه، you got a wrong number. Sorry. از راه دورم زنگ میزد، از هلند بود تلفنش. اما در آستانه برگزاری دور سوم مذاکرات هسته‌ای که انتظار می‌دهد روزهای پایانی ماه جاری در مسکو برگزار شود، مقامات تهران در صدد تهدید چشم‌انداز این گفتگوها برآمدند. نخستین مرحله از دور جدید مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1، یعنی آمریکا و انگلیس و فرانسه و چین و روسیه به اضافه آلمان، اوایل ماه آوریل و پس از وقفه 15 ماه در استانبول برگزار شد. بغداد ایستگاه دوم این مذاکرات بود که تنها دستاورد ملموس آن توافق برای برگزاری دور سوم گفتگوها در استانبول بود. با این حال برخی دیپلمات‌های حاضر در نشست بغداد در تحلیل فضای مذاکرات خاطر نشان کردند در مورد لغو تحریم‌ها که خواست ایران است، منظور این درخواست تعلیق غنی‌سازی 20% از سوی غرب، اختلاف نظر وجود دارد. تهران به موازات مذاکره با گروه 5 به اضافه 1، گفتگو با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را نیز به منظور گرفتن دست بالا در مذاکره با 6 قدرت جهانی دنبال کرد. هدف تهران بهره‌مندی از روند لغو و تعدیل تحریم‌ها در قبال همکاری با آژانس. اما زمانی که تهران اعلام کرد به توافق اولیه با آژانس بر سر برخی همکاری‌ها نظیر بازرسی از سایت پارچین دست یافته، آمریکا و متحدانش بار دیگر تأکید کردند تا زمانی که ایران اقدامات اعتمادساز نظیر تعلیق غنی‌سازی را انجام ندهد، بحث تعدیل یا لغو تحریم‌ها مطرح نیست. در همین زمان بود که ایران با وجود خوشبینی یوکویا آمانو، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در خصوص حصول توافق بر سر بازرسی از سایت نظامی پارچین اعلام کرد هنوز برای بازرسی از این سایت آمادگی ندارد و همچنین دلیلی ندارد غنی‌سازی 20% را تعلیق کند. همینجا وایستیم بده توضیح بدیم و اون این که اگه خاطر مبارک باشد، این بودش که در قبل از استانبول همشون، عباسی، فریدون عباسی رئیس سازمان انرژی اتمی، سلطانیه، اکبر صالحی، همشون اعلام شدن که آقا بفرمایید پارچین رو بریم ببینید، اصلا ما مشکل نداریم که، بفرمایید برید تو پارچین. ولی بعد از استانبول یه مرتبه شروع کردن که نه، چه ضرورت داره شما پارچین رو ببینید، برای چی باید بیاین پارچین رو ببینید، نه آقا شما قبلا اومدین دیدین دیگه. و بعد رسوندن به اینجا که آقا یه دفعه بیان ببینین برین دیگه، هر روز شما میخواییم بیان، مگه همه به شما همچی امکانی رو میدن؟ نه، همه امکان نمیدن، برای که همه چیزی رو دروغ نمیگوین، شما دروغ گفتید. اینجا پاسخش این استش که به خاطر اعتماد سازی بار دیگر تأکید کرد، یعنی اینکه آمریکا و متحدانش بار دیگر تأکید کردن تا زمانی که ایران اقدامات اعتمادساز نظیر تعلیق غنی‌سازی را انجام ندهد، بحث تعدیل یا لغو تحریم ها مطرح نیست. اعتماد باید ایجاد کنی، باورت نمی کنن، دروغ گفتی و هنوز هم داری دروغ میگویی. همین الان ما میدونیم که ایران خودش مستقیم یه پل زده با دفتر اوباما و مستقیم داره با اوباما صحبت میکنه. یکی از این سرپولا همین حسین موسویانه، هم که یه روز میخواستن بگیرن اعدامش کنن، یادته به عنوان دوره اول احمدی‌نژاد، آقا این جاسوسه و من فلانه و بگیریدش و اعدامش کنید و همه این حرفا رو راجبی زدن.
ولی امروز مینی حسین موسویان میاد میره در دانشگاه پرینستون میشینه تو مرکز مطالعات خاورمیانه و میاد میره واشنگتن. تو واشنگتن چیکار داره حسین موسویان؟ یکی از سرپل‌ها از طریق، میدونی که این تو تیم در حقیقت رفسنجانیه دیگه، رفسنجانی تلاشش این استش که در حقیقت حمایت جهانی رو نسبت به خودش جلب بکنه. همون بحث نمیدونم کاری که مثلا اصلاح طلبا در یه دوره به صورت نیمبند موفق شده بودن ولی به سرعت از دستش دادن، رفسنجانی این بار میخواد اون کار رو خودش رأساً انجام بده، بنابراین تیمش رو به اروپا فرستاده. من مدتها پیش این خبر رو به عرض رسوندم و خیلی از آدمهاش تحت عنوان این که با زن بچه شونم میان، تحت عنوان این که آمدیم بگردیم یه ذره بچه ها رو اووردم بگردونم و شروع میکنن تو کشور اروپایی سفر کردن و ملاقات کردن. ظاهر دستان پوسته روشم اینه که بله خب یه آدمی هستم زن بچه رو اووردم بگردونم، تعطیلات همه، ولی در پس قضیه نستش که دائما در حال مذاکره و گفتگو هستن. هدفشون هم از مذاکره و گفتگو نستش که در حقیقت اختلاف بیندازن، با این بسازن و علیه اون یکی حرف بزنن، با اون یکی برن بسازن علیه اولیه حرف بزنن و در نهایت بتوانن یک شکافی بین آمریکا و اروپا، یعنی کاری که اوباما انجام داد، اتفاق رو به وجود آورد، اجماع جهانی رو به وجود آورد. در دولت گذشته جورج بوش خب هیچ چیزی اعتباری بهش نبود، ولی این که اوباما اومد از روز اول گفت آقا دستم رو دراز میکنم و دستم رو باز میکنم تو هم دستتو باز کن و با هم حرف بزنیم، با این سیاست اومد روی کار و هنوز هم همین سیاست رو داره دنبال میکنه، باشون داره حرف میزنه، مستقیم اوباما با تهران حرف میزنه، پیام میدن، پیام میگیرن و تلاشش اینه که بتونن بین اروپا و آمریکا اختلاف بندازن. خیلی هم تو این زمینه دارن کار میکنن. به این ترتیب در شرایطی که کمتر از دو هفته به برگزاری مذاکرات مسکو باقی مانده و قرار است نمایندگان ایران و آژانس روز جمعه در وین ملاقات کنند، مقامات تهران چشمانداز تعویق یا لغو گفتگوها با شش قدرت جهانی را به تصویر کشیدند، هرچند تحلیلگران با توجه به اهمیت این مذاکرات تاکید کردند که قرار گرفتن یکی از طرفها در مقام عامل شکست گفتگوها پیامدهای زیانباری برای آن به همراه دارد. تهران میگوید طرفهای دیگر نسبت به برگزاری نشستهای مقدماتی به منظور اطمینان از حصول برخی موفقیت ها مردد هستند و به همین دلیل احتمال وجود دارد که مذاکره از سوی تهران به تعویق انداخته یا لغو شود. چیزی نداره، جوابی نداره بده. خب این هشدارهای ایران از زبان محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور، سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی و عضو ارشد مذاکرات هسته‌ای ایران مطرح شده. از سوی دیگر نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز بازرسان آژانس را به جاسوسی متهم کرده است. البته پیش از این نیز احمدی نژاد در گفتگو با تلویزیون فرانسه به صراحت اعلام کرده بود که نباید از نشست مسکو انتظار معجزه داشت. به نظر می‌رسد با توجه به تحرک‌های کنونی از سوی تهران، مقامات ایران تصمیم گرفتند سطح انتظارها از مذاکرات هسته‌ای را کاهش دهند. با توجه به تحرک‌های کنونی از سوی تهران، مقامات ایران تصمیم گرفتن سطح انتظارها از مذاکرات هسته‌ای را کاهش دهند، چرا که جمهوری اسلامی فعالیت‌های هسته‌ای را به یک غرور ملی تبدیل کرده که امکان صرف نظر از آن وجود ندارد و برخی انعطاف‌پذیری‌ها نیز تنها در قبال دریافت امتیازهای ویژه نظیر لغو تحریم‌ها امکان پذیر است. اما در شرایطی که مذاکرات مسکو 10 روز پیش از اجرای تحریم‌های نفتی و بانکی اتحادیه اروپا علیه ایران برگزار می‌شود
و مقامات تهران هنوز نتوانستن این تحریم ها را لغو کنن یا اینکه آنها را به تأخیر بیندازن، بهترین راهکار کاهش انتظارها از مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 به اضافه 1 است. ادامه مذاکرات در شرایطی که تحریم های سنگین اتحادیه اروپا علیه ایران اعمال می شود موضوعی است که بدون تردید بسیاری از تندروها در تهران را در موضع انتقادی قرار می دهند. این در حالی است که سعید جلیلی در نامه خطاب به کاتینشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هشدار داده است که احتمال به تعویق انداخته شدن مذاکرات مسکو وجود دارد. وی دلیل این هشدار را شکست اتحادیه اروپا در ساماندهی نشست‌های مقدماتی بین معاونان مذاکره کنندگان برای تعیین دستورکار مذاکرات عنوان کرد. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید که روند فضای تردید و ابهام را بر موفقیت مذاکرات مسکو حاکم کرده است. اما آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید این روند فضای تردید و ابهام را بر موفقیت مذاکرات مسکو حاکم کرده است. از سوی دیگر رسانه‌های داخلی ایران نیز در روزهای اخیر موضوع ارسال نامه علی باقری به اشتون را به طور گسترده‌ای پوشش دادن. باقری که معاون جلیلی در مذاکرات است، در فاصله نشست بغداد تا کنون دو نامه برای مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ارسال کرده تا نشست‌های مقدماتی را برگزار کند. اما سخنگوی اشتون اعلام کرده که به اعتقاد وی دلیلی برای برگزاری مذاکرات آماده سازی وجود ندارد. یه همون کار دیگه، میخواد از این طریق وارد بشه و تلاش کنه که در حقیقت اختلاف بندازه بین آمریکا و اروپا. هدفش اینه، با دو تا استراتژی وارد صحنه شده. استراتژی کوتاه مدت، تاکتیکای کوتاه مدت، تاکتیکای استراتژیش اینه. با دو تا تاکتیک کوتاه و بلند مدت که بتونه داستان رو کشدار بکنه. اگه یاد باشه تو اون مطلبی که روی فیسبوک ما هم هست، دعوت میکنم که به فیسبوک میهن تیوی مراجعه بکنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/mihantv عدد 1، اونجا مراجعه بکنید و به اون گذشته ها برگردید. اونجا اگه دلت خواست یه لایکی هم بزنی ضرری نمی کنی، بلکه یه کمکی به ما کردی. اونجا ما چند تا مطلب رو از آقای حسن روحانی گذاشتیم مربوط به خیلی گذشته های دوره، سالهای 1382، الان 91، 90، 91، چند الان مربوط به گذشته 82، 89 سال پیش، که میگه که نه اصلا اینجوری نیست. و 85 اتفاقا اول احمدی نژاد میگه نه، ما این تعلیق یه طرفه انجام دادیم، خودمون خواستیم این کار بکنیم، شما برید هر وقت آماده شدید ما تعلیق رو میشکنیم. به صراحت این را میگویه، اصلا هم تعارف هم نمی کنه، لاپیشونی هم نمی کنه، همچنین به صراحت میگه هر وقت شما آماده شدید درست کردی بمبو به من خبر بده. فقط این علی باقری که در حقیقت برادرزاده مهدوی کنیه، برادر علی باقری داماد سیدعلی خامنه‌ایه، این در حقیقت چشم و گوش خامنه‌ای در این مذاکراته. این همه گزارش‌ها رو مستقیم میبره پیش آقای خامنه‌ای. در بخشی از نامه باقری آمده است که موفقیت مذاکرات مسکو به انجام اقدامات ضروری برای تعیین دستور کار جامع بستگی دارد، اما اکنون این دستور کار تدوین نشده و توجیهی برای تهران در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات مسکو خواهد بود. همچنین احمدی‌نژاد نیز که در پکن به سر می‌برد از عدم اجرای تعهدات از سوی دفتر اشتون انتقاد کرده است. به گفته وی غرب به دنبال بهانه‌های جعلی و وقت‌کشی است، در حالی است که دیپلمات‌های غربی ادعا می‌کنند درخواست تهران برای برگزاری نشست‌های مقدماتی تلاشی عمدی برای مانع تراشی در روند مذاکرات اصلی است. از سوی دیگر اشتون و دیگر مذاکره کنندگان هسته‌ای غربی نیز تأکید دارند که دیگر کاسه صبرشان در مورد تاکتیک‌های قدیمی یا مذاکره جهت مذاکره به پایان رسیدند.
همچنین اخیراً اتحادیه اروپا در بیانیه خواستار تعلیق عملیات غنی‌سازی در ایران و همکاری‌های فوری تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده و آمریکا نیز همچنان بر تعلیق غنی‌سازی و همکاری تهران تاکید دارد. اما حسین شریعت‌مدار در روزنامه کیهان نوشت که شاید در نگاه اول باور کردنی نباشد و شاید هم برداشت مورد اشاره این یادداشت یعنی ادعای خلاف و یا سخن گزاف تلقی شود، ولی توضیح مستندی که در پی خواهد آمد از چای حکایت می‌کند که از که آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به زعم خود و غافل از هوشمندی مثال زدنی تیم هسته ایران در مذاکرات روز جمعه وین 19 خرداد یعنی فردا 8 جون پیش پای نمایندگان کشورمان حرف کرده و پوشش و با پوشش نازکی از قانون نمایی سعی در استتار دهانه آن دارد. چاه وین و چاله مسکو. آژانس به بهانه اطمینان از صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران و در ادامه چالش غیرقانونی و باج‌خواهانه نزدیک به 10 سال گذشته این بار پروژه جدید را با عنوان مندرآوردی تأکید می شود مندرآوردی رهیافت سازمان یافته Structure Approach و در قالب یک فرمول و چارچوب مدلیتی برای ادامه مذاکرات طراحی کرده و به میدان آورده. در این به اصطلاح مدالیته یا این طرح و برنامه مدل دیگه مثل یک دوره بررسی و بازرسی یعنی اینوستیگیشن از تمامی تأسیسات هسته‌ای، مراکز نظامی، بخش‌های صنعتی و همه دستندرکاران فعالیت هسته‌ای کشورمان درخواست شده که انجام آن در کمتر از 200 سال امکان پذیر نخواهد. باور نمی‌کنی؟ بخوانی. یک، بعد از ظهر روز دوشنبه 15 خرداد 4 جون آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که در جمع 35 عضو شورای اوکان سخن میگفت ابتدا به انجام دور جدید مذاکرات ایران و آژانس در وین جمعه 8 جوان یا 19 خرداد اشاره کرد و هدف از این مذاکرات رسیدن به توافقی برای انجام بازرسی از تأسیسات هسته‌ای ایران اعلام کرد و سپس گفت من از ایران دعوت می‌کنم این توافقنامه را که گامی به جلوز هرچه سریع‌تر امضا و اجرا کند و اجازه دسترسی به سایت پارچین را نیز صادر کند و تمامی تعهدات بین‌المللی خود نیز عمل کند. منظور آمانو از تعهدات بین‌المللی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران است که در تمامی آنها بر توقف غنی‌سازی اورانیوم و فعالیت‌های هسته‌ای مربوط به آن تأکید شده. تا اینجا جناب آمانو زیراب مذاکرات ایران با 5 به اضافه 1 در مسکو را زده است. چرا که اگر آنگونه که آقای آمانو می‌گوید قرار بر توقف غنی‌سازی اورانیوم در همه سطوح با هر درجه از غلظت در میان باشد به آسانی میتوان نتیجه گرفت که کف مذاکرات مسکو سقف انتظارات باج‌خواهانه آمریکا و متحدانش است. مذاکرات مسکو اگرچه موضوع یادداشت پیش روی نیست و به نوشته جداگانه نیاز دارد، ولی همینجا باید از هوشمندی دکتر جلیلی مسئول تیم مذاکره کننده کشورمان تقدیر کرد که بعد از بی پاسخ ماندن درخواست ایران برای برگزاری جلسات کارشناسی معاونان پیش از اجلاس مسکو به ترفند احتمالی حریف پی برده و در اولین اقدام برای خونسا کردن این ترفند احتمالی ماجرای درخواست یادشده و بیپاسخ ماندن آن را رسانه‌ای کرد و دیروز طی نامه خطاب به خانم کاترین اشتون نوشت تعلل 5 به اضافه در برگزاری جلسه معاونین مذاکرات مسکو را دچار ابهام می‌کند. دوباره به موضوع این وجیزه باز می‌گردیم و منظور مدیر کل آژانس از توافقنامه مورد اشاره را پی می‌گیریم. دو، آژانس با لغو
مدالیته‌ای که پیش از این به امضا و تصریح هر دو طرف ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رسیده بود، توافقنامه جدیدی را به عنوان کشدار بدون مرز و فاقد تعریف مشخص یحیافت سازمان یافته تهیه کرده و در پوشش فرمول و چارچوب مدالیته جدید برای ادامه مذاکرات به ایران پیشنهاد کرد. بر اساس این الف، ایران باید پروتکل الحاقی را بپذیرد. بر پایه این پروتکل بازرسان آژانس می توانند از هر نقطه ایران در هر زمانی که بخواهند به صورت سرزده و بدون اطلاع قبلی بازرسی کنند. البته پروتکل الحاقی اجازه بازرسی از مراکز غیر هسته‌ای را نمی دهد، ولی بازرسان آژانس می توانند با این ادعا که در فلان مرکز غیر هسته‌ای فعالیت هسته‌ای صورت می گیرد خواستار بازرسی از آن مرکز شوند، ادعایی که تاکنون با تاکید بر آن دوبار از مرکز نظامی پارچین بازدید و بازرسی کردند. بر اساس مفاد پروتکل الحاقی، بازرسان آژانس برای کسب اجازه بازرسی از مراکز غیرهسته‌ای که در آن به زعم آژانس فعالیت هسته‌ای انجام می‌شود بایستی سند ارائه دهند، اما آژانس با تکیه بر پذیرش منابع باز یعنی اوپن سورس این بخش را نیز در دورانی که ایران پروتکل الحاقی را داوطلبانه اجرا می‌کرد زیر پا گذاشته بود. گفتنی است که آمریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی از پذیرش پروتکل الحاقی خودداری کردند، و در حالی که پرونده این کشورها در شورای حکام به عنوان خاکستری یعنی غیر شفاف مطرح است، آژانس هیچ گونه اقدامی برای شفاف سازی فعالیت هسته‌ای کشورهای یاد شده انجام نداده است. این همون یکی از اون ترفنداشه، یعنی این که تا میری همین کار رو اینجا میبینی دیگه، اینجا تو زمین های دیگه میبینی مثلا تلویزیون میکنه این کار رو. تا میگی مثلا آقا در ایران امروز مثلا چند نفر در شیراز اعدام کردن، میگی بله آقا آمریکا باید الان داره فرمان اعدام کنه. تا بگی فرق، میگی نگاه کن ببرند واشنگتن دی سی نشون بدن چقدر آدم فقیر هست. در حال که اصلا این ربطی به اون نداره، هیچ ارتباطی به هم نداره. اینا آدم ها در آمریکا 20 سال تو زندان میمونن، 25 سال 30 سال تو زندان میمونن و تلاش میشه برای اینکه اینا رو از زیر اعدام نجات بدن، نه اینکه مجید جمالی فشیر رو اعدام کنن بعد بیانن نشون بدن که آقا پاسپورت قلابی بوده، این حرفا قلابی بوده و همش قلابی بوده. تو اینجا میکنه این کارو، به این شکل انجامش میده، در اونجا که خب طبیعتاً به شکل دیگه ای میکنه این کارو. میگه بله اسرائیل چرا داره ما نداریم، پاکستان داره ما چرا نداشته باشیم. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بخوانید نهاد تحت قیومیت آمریکا و متحدانش برای عبور از موانع پروتکل الحاقی بخش مندرآوردی تازه‌ای، باز هم تاکید می‌شود که مندرآوردی و تعریف نشده در اسناد و قوانین آژانس ابداع کرده و به عنوان بازدیدهای شفاف کننده transparent visits در مدالیته جدید جای دادن. این بخش از مدالیته جدید که آقای یوکیا آمانو بر پذیرش آن از سوی ایران اسلامی اصرار دارد به بازرسان آژانس اجازه میدهد از تمامی تأسیسات هستی، مراکز نظامی، بخشای صنعتی و هر نقطه ایران که مورد نظر آژانس باشد بازرسی کنند و به تمامی اسناد و مدارک ادعایی و سری و طبقه بندی شده کشورمان هم از هسته‌ای نظامی یا هر سند دیگری دسترسی پیدا کنند و با هر یک از دستندرکاران برنامه هسته‌ای یا نظامی ایران هم از دانشمندان و سایر کارکنان اجازه ملاقات و گفتگو و بخوانید بازجویی داشته باشند. و آیا این مدالیته و اصرار آژانس و پنج به اضافه یک بر پذیرش آن از سوی ایران اسلامی شما را به یاد قرارداد ننگین ترکمنچای نمی اندازد؟ آیا با توجه به هوشمندی بارها آزمون شده تیم هسته‌ای کشورمان و صلاوت مثال زدنی جمهوری اسلامی ایران، ارائه مدالیته مورد اشاره نشانه آن نیست که چالش هسته‌ای با ایران برای آمریکا و متحدانش فقط یک بهانه است و به قول حضرت آقا
آنچه دشمن از آن وحشت دارد ایران اسلامی است، نه ایران هسته‌ای. اکنون جای این سوال است که بر فرض محال تأکید می شود، بر فرض محال اگر جمهوری اسلامی مدالیته جدید را بپذیرد، آیا چالش در باره پرونده هسته ایران پایان خواهد یا پاسخ آن است که هرگز؟ چرا؟ بخوانید. مسئولان هسته کشورمان در مذاکرات با مدیر کل و سایر مقامات آژانس از آنها پرسیدن بر فرض صدور اجازه بازرسی از مراکز مورد نظر، مثلا بعد از صدور اجازه بازرسی از پارچین و اثبات آن که در این مرکز هیچ گونه فعالیت هسته‌ای صورت نمی‌پذیرد، آیا آژانس ادعای خود را پس می‌گیرد و فقدان فعالیت هسته‌ای در مرکز بازرسی را به عنوان نتیجه نهایی بازرسی‌ها کانکلوژن اعلام می‌کند؟ پاسخ آقای ما به این پرسش منفی بوده و رسما اعلام داشته است. از کجا معلوم که فعالیت هسته‌ای غیر صلح‌آمیز در مراکز نظامی یا مراکز هسته‌ای اظهار نشده یا مراکز و تأسیسات غیر نظامی دیگه در حال انجام نباشد؟ این نگاه باجخانه و غیر حقوقی مانند آن است که مثلا راننده‌ای به تصادف منجر به مرگ یا جراحت یک عابر متهم شود و بعد از تحقیقات و بررسی‌ها کمترین تردیدی باقی نماند که این اتهام بی اساس بوده، ولی قاضی، منظور قاضی بلخ است، اعلام کند که این راننده باید همچنان تحت نظر بوده و از برخی حقوق اجتماعی محروم باشد و در پاسخ به این سوال که چرا گفته شد از کجا معلوم بعداً مرتکب تصادف منجر به مرگ یا جراحت یک عابر فرضی نشود. شما ببینید اصلا استدلال رو دقت کن. شما این جنایت رو انجام دادی، شما تصادف کردی، شما دروغ میگویید، شما به مردم خودتون دروغ میگویید، شما به زن بچت دروغ میگی، چطوری باور کنم که تو راست میگی؟ گفتنیست. شما فقط هر کی از این داستان رو مطرح کرد فقط اینو ازش سوال کن، برو بگو آقا این که رو سینش نوشته پاس داره و عدم لهم مستطعتم من قوه یعنی چی؟ همین ساده است دیگه، فتوای دینی است دیگه، میخواییم از راه دین وارد شیم. سوال میکنیم که این یعنی چی؟ بلد این یعنی چی؟ و عدم لهم مستطعتم من قوه، در برابر دشمنانتون از تمامی استطاعت و قوه خودمون استفاده کنیم. چرا دست پیدا نکنم به بمبتون؟ نامه محسن رضایی با آقای خمینی. گفتنی است که مجلس شورای اسلامی در ماده 14 از مصوبه 29489 خود آورده است، دولت مکلف است صرفاً در چارچوب توافقنامه پادمان معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی همکاری نماید و اجابت درخواست‌های فراتر از توافقنامه پادمان توسط دولت ممنوع است. بنابراین آژانس و 5 به اضافه باید آرزوی پذیرش مدالیته جدید از سوی ایران را برای همیشه بر باد رفته تلقی کند. اکنون به نقطه آغازین نوشته باز میگردیم، آنجا که زمان لازم برای اجرای خواسته های پیشنهادی آژانس را چند صد سال دانسته بودیم. ابتدا این پرسش را پیش میکشیم که آیا آمریکا و متحدانش در پی پایان دادن به چالش هسته‌ای با ایران هستند؟ پاسخ به این سوال به استناد دلایل شواهد ذکر شده منفی است و نشانه های غیر قابل انکار از تلاش حریف برای کش دادن چالش یاد شده حکایت میکنند. حالا فرض کنید، فرض محال که محال نیست، جمهوری اسلامی ایران با مدالیته پیشنهادی آژانس موافقت کند و اجازه بازرسی ها و دسترسی به تمامی مراکز و اشخاص و اسناد مورد درخواست آژانس را صادر کند. خب مگر نه اینکه در مدالیته پیشنهادی تصریح شده است که آژانس بعد از هیچ یک از بازرسی ها و دسترسی ها و با وجود اطمینان از فقدان فعالیت هسته‌ای غیر صلح‌آمیز در مراکز مورد بازرسی حاضر به تأیید نهایی صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای کشورمان نیست و بازرسی و دسترسی به نقاط دیگر را نیز ضروری می‌داند، بنابراین می‌توان و اجازه خواهد داشت که برای تأیید نهایی یعنی کانکلوژن
تمامی 1,600,000 کیلومتر خاک ایران اسلامی را وجب به وجب در پی فعالیت هسته‌ای غیرسلامی جستجو کنند و این جستجو به تنهایی حداقل 200 سال به طول خواهد انجامید و تازه آژانس می تواند ادعا کند که ایران در فاصله این 200 سال در فلان مرکز که قبلا تحت بازرسی قرار گرفته بوده دست به فعالیت هسته‌ای نظامی زده و این قافله تا به 8 لنگ خواهد. آمریکا و متحدانش به خوبی دریافتند که ایران اسلامی نه فقط اهل باج دادن نیست، بلکه به حریف اجازه باج‌خواهی از دیگران را نیز نمی‌دهد که دخالت ما در جنگ 33 روزه و 22 روزه لبنان و غزه و الگو شدن ما برای انقلاب‌های اسلامی منطقه تسخیر عقبه‌های استراتژیک آمریکا و متحدانش در بسیاری از نقاط دنیا و فقط بخشی از این نمونه هاست و به قول دکتر جلیلی در اجلاس بغداد، ایران اسلامی در آن سالهای اولیه علارغم هجوم تمامی کشورها و قدرت‌های شرق و در اوج تنهایی در برابر دشمن سر تسلیم فرود نیاورد، چه برسد به امروز که به قول حضرت آقا در اوج قدرت و درخشانترین دوران خود هستیم و آمریکا و اسرائیل متحدان اروپایی و منطقه‌ای آنها به اعتراف خود روی قوس نزولی قدرت با شتاب در حرکتند. این همون بحث است که مرده ازش پرسید چی بود اسمش، میر حسین، در اون مناظره ها بهش گفتش که خب شما طرد اینه که اینا توی قوس نزولی با شتابن، بنابراین سیاست خارجی رو بر این اساس تنظیم میکنی دیگه، خب نیستن اینا، پس سیاست خارجیت غلطه. بنابراین با آسانی میتوان نچگره که فرصت سوزی حریف فقط و فقط با هدف درگیر کردن بخشی از ظرفیت جمهوری اسلامی به چالش هستی و پیشگیری از بکارگیری این ظرفیت در مدیریت و الگودهی به تحولات منطقه و ممانعت از پیگیری پیشرفت‌های پرشتاب علمی و فنی و تکنولوژیک اسلامی است و حال آنکه جمهوری اسلامی ایران بی اعتناع به تهدیدها و تحریم‌ها و قطعنامه‌های بی‌خاصیت شورای حکام و آژانس، خب اگر این قطعنامه‌ها بی‌خاصیتن پس چرا شما اول شرطتو تعلیق اینا میذاری؟ من نمیگی اینا بی‌خاصیتن، چرا شرط اولت رو تعلیق اینا میذاری یا تعدیلشون؟ یه ذره کوچیکش کن، سبکش کن. میدونی که وقتی که مثلا در مورد عراق تحریمایی که در مورد صدام در دوران صدام علیه عراق صادر شده همچنان پاورجاست، ولی اغماز میکنن، تعدیلش میکنن، زیاد بهش گیر نمیدن، نمیشه برش نگردوندن، نمیشه برش گردونی. اگر که اینا بی خاصیتن، کاغذ پارن، به درد نمیخورن، پس چرا شما شرط اولت رو این میذاری؟ بی‌اعتنا به تهدیدها، تحریم‌ها و قطعنامه‌های بی‌خاصیت شورای حکام یا شورای امنیت سازمان ملل به فعالیت همه جانبه خود مشغول است و سوی دیگر به هوشمندی و توان مثال زدنی تیم مذاکره کننده هسته‌ای خود اعتماد و اطمینان کامل دارد. بنابراین هر جا که ادامه این بازی را به مصلحت ندانی در توقف آن کمترین تردیدی روا نخواهیم داشت و از هم اکنون به ضعف و دست خالی پنج به اضافه در مذاکرات پیش روی پی بردیم و میدانیم که چاه وین برای عبور حریف از چاله مسکو حفر شده است و در این باره باز هم گفتنی هایی هست که مجال دیگری میترم. حسین شریعت مداری، چاه وین و چاله مسکو، یادداشت روز. شاید بعد دوباره اینو تکرار کرد. خب سوال دیگه، یعنی
شما هم بگو اگر اینا به درد نمیخورد، اگر اینا قلابی است، پس بنابراین شما چرا اول شرطتو تعلیق میگذاری؟ Since I got the conference of president of meditation. بزنامه هارتس می نویسد که تایگر رژیم چینج رادر دن نیوکلیر پروگرام. اوکی. سینیور ایرانیان اگزایل تو یو اس جوز میگوید که هدف را تغییر رژیم قرار دهید به جای برنامه هسته‌ای. فورمر دپوتی پرایم مینیستر اند فاندر اف رولوشنری گارد وارنز میلیتری اتاک ویل اونلی reinforced Islamic regime. میگه بوسن سازگارا گفته که حمله نظامی به ایران دولت و حکومت اسلامی رو قوی میکنه. محسن سازگارا که از بنیانگذاران، یکی از بنیانگذاران سپاه پاسداران هست و معاون سابق نخست وزیر ایران بوده، گفته که به جامعه یهودی آمریکا to help refocus US administration efforts away from Iran's nuclear program and towards changing the regime. گفته که از اونا خواسته که در حقیقت دستگاه administration آمریکا، یعنی رئیس جمهور آمریکا، به جای تمرکز روی مسئله هسته‌ای تمرکز روزه روی رژیم چنج. بله، میگه آقای سازگارا که 4 بار در زندان بوده و فلان بوده و خیلی تبلیغ برده به نفع سازگارا کرده. سازگارا چیست؟ The Obama administration decision not to intervene in the 2009 Green Revolution describing it is a great disappointment, but he said that به حال این مربوط است به روزنامه هارتس اسرائیلی که بیان کرده آقای سازگارا از خواسته از جامعه یهودی که به آمریکا فشار بیاره به جای موضوع بعد میگوید که سفینه فضایی آرتور اچ 5 آر کیو در نزدیکترین فاصله خود نسبت به زمین دیده شد. به گزارش سنترال کلوبز، به نقل از سایت رسمی هوافضای بایکنور وابسته به سازمان فضایی ناسا، سفینه مخابراتی آرتور H5 RQ در نزدیکترین فاصله خود نسبت به زمین قرار گرفت. این سفینه به علت فرار از نوع تشعشعات خورشیدی مجبور به کاهش ارتفاع و مسون ماندن از زیان‌های احتمالی بود. مردم خاورمیانه این رویداد زیبا را حدود ساعت 16:42 به وقت گرینویچ مشاهده کرد. سفینه مزبور در حال حاضر در ارتفاع نرمال خود قرار گرفته است. خب این خبر آمد که همونطور که آقای آروش برامون توضیح داد، موضوعی بود که تو تمام منطقه بود و مربوط به ایران نبود.
بسیار بذارید رنگ کوتاهی بکنیم برگردیم در خدمت بقیه راه رو با هم ادامه بدیم. متشکرم. این هم وضعیت در حقیقت زندانیان است. من قبل از اینکه این بحث رو نمیخوام که اینجا نصف کاره رهاش بکنم، باز دوباره برمیگردم و این مطلب دیگر رو در سایت انتخاب هست که من دعوت میکنم به این تو سایت میهن تیوی تو این بخش آخرین اخبار مراجعه بکنید و این دوست بسیار نازنین آقای کاوه اونجا سعی میکنه که اخبار رو یه جوری منظم ردیف بکنه. سایت انتخاب می نویسد که جلیلی گفت با ترک نشست بمب اتمی را الان و همینجا منفجر می کنند. حسین شیخ الاسلام قائم مقام سابق وزارت خارجه و مشاور امور بین الملل رئیس مجلس یکی از دانشجویان پیرو خط امام بوده و در تسخیر سفارت آمریکا هم نقش آفرینی کرده است. او 17 سال قائم مقامی و معاونت وزارت امور خارجه با احکام رجایی، موسوی، ولایتی و منوچهر متکی، 5 سال سفیر در سوریه با حکم سید محمد، 4 سال نمایندگی مردم تهران در مجلس هفتم را در کارنامه دارد. او میگوید که سعید جلیلی در بغداد گفت من میتوانم یک بمب اتمی را الان و همینجا منفجر میکنم و این کار را با ترک کردن مذاکرات انجام میدم. در واقع ترک مذاکرات از سوی طرف ایرانی با منفجر کردن بمب هسته‌ای برای غرب یکسان خواهد. و شیخ الاسلام با روزنامه اعتماد گفتگو کرده، میپرسد که ازش که از نظر شما مذاکرات مسکو چه دستاوردی خواهد داشت. شیخ الاسلام میگه در نشست استانبول اصول خوبی پذیرفته شد، ولی طبق معمول غربی ها در بغداد به آنچه در استانبول توافق شد پایبند نبود. ما هیچونه تصوری از عقب نشینی در چارچوب MPT نداریم. در امضای این توافق نامه همه مرزها مشخص شده و از آن عقب نشینی نخواهیم کرد. اگر طرف غربی در مسکو به آنچه توافق داشته ایم پایبند باشد و اصول را رعایت کند، طرف ایرانی هم آمادگی دارد تا هر گونه همکاری لازم را در چارچوب توافق نامه انجام دهد. اما محال از ذره ای از حقی که NPT برای ما قائل شده است عقب نشینی کرده یا بر سر آن مصالحه کنیم. خب در ماجرای استانبول که بعد 15 ماه در حقیقت دوری از این مذاکرات و اینا، وقتی که این تحریم ها یکی پس از دیگری آمد، همین کاغذ پاره ها، همین هایی که هیچ ارزشی ندارن، جمهوری اسلامی به دست و پا افتاد و فکر کرد که باید برگرده سر میز و شاید از طریق مذاکره بتونه همون طرح حسن روحانی رو انجام بده، یعنی اینکه وقت بکشید تا ما به کارمون برسیم بتونیم تهیه کنیم. اینا باور دارن که اگر که بمب اتم دست پیدا بکنن، بنابراین وارد کلاب اتمی شدن و اون وقت دیگه مثلا کره شمالی میشن. در حالی که ایران اصلا نمیتوان، این همانی وجود نداره، این نمیتواند مثل او بشود. این تصور حتی در ذهن مایی که در خارج کشوریم و نمیدونم خودمون رو مخالف نظام میدونیم هم حاکمه. این همانی میکنیم، آقا نگاه کن در شیلی، نگاه کن در آرژانتین، مثلا این اون نیست. من بارها گفتم اون که در آرژانتین اتفاق میفته امکان نداره در برزیل بتونه صورت بگیره. اون که در شیلی هست در پرو نمیتونه باشه. اون که در آلمانه، در فرانسه، سوئد، در نروژ، نمیدونم انگلیس، در ایتالیا، اصلا نمیشه. این همانی نداریم که در مذاکرات اینا رفتن پای میز مذاکره در استانبول و به غرب هم گفتن که آقا شما تعدیل کنید، یه ذره به ما وقت بدید، ما با شما همکاری میکنیم. در بغداد اینا مثلا بازی کردن دیگه، یه بحثشو کردیم اینجا موقعی که چرا بغداد رو انتخاب کردن، برای که مثلا آقای مالکی الان وضعیتش بده دیگه، ماجرای مقتدی صدر هم میدونی دیگه، یک شکاف بزرگ توی عراق هست، اینا همه به هم مرتبطن. آقای پانتها امروز گفته که ما دیگه نسبت به پاکستان داره درسه برامون درست میکنه و
بالاخره اگر که قرار است که جهان از این شرایط اقتصاد بیرون بیاید، بایستی که اول امنیت برقرار بشود تا بتونه چرخ اقتصاد بگرده. چرخ اقتصاد تو ناامنی حرکت نمیکنه، گیر میکنه. در استانبول آمریکا یه طرفه اومد گفت بله ما این لازم یدکی هواپیماها رو به شما خواهیم داد، این کارا رو برات میکنیم، ولی اینکه تعلیق کنیم و نمیدونم تعدیل کنیم و اینا، نه ما این کارو نمیکنیم، شما باید اول ثابت کنیم. ولی بیا برای اینکه من به تو نشون بدم خودمو، بیا من یه طرفه لازم یدکی هواپیما به شما میدم و اون حرفایی که زده شد. آمریکا برای اینکه به دنیا حسنیتش هم نشون بده، آقا من با اینا کنار میام، اینا حاضر نیستن کنار بیان. بسیار سیاست خوبی را اعمال میکنه اوباما. به همین دلیل اینا اشاره میکنن، میگن که اون چی که در استانبول توافق شده بود، توافق شد که چی بشه؟ اونا اومد تو بغداد گفت بسیار خوب من اینا رو بهت میدم، ولی اگه تو همه رو میخوای تو هم باید همه رو به من بدی. ما هیچ گونه تصوری از عقب نشینی در چارچوب MPT نداریم. در امضای این توافقنامه همه مرزها مشخص شده و از آن عقب نشینی نخواهیم. اگر طرف غربی در مسکو به آنچه توافق داشتیم پایبند باشد و اصول را رعایت کند، طرف ایرانی هم آمادگی دارد تا هر گونه همکاری لازم را در چارچوب توافقنامه انجام دهد. اما محال از ذره از حقی که MPT برای ما قائل شده است عقب نشینی کرده یا بر سر آن مصالحه کنیم. ایران دارای حکومت مردمی است و اگر رفتاری غیر از آنچه مردم از حکومت انتظار دارند داشته باشد، باید به مردم پاسخگو باشد. مردم ما بر حق خود واقفند و اجازه تعدی به آن را نخواهند داد. یکی از شعارهایی که امین نژاد مطرح کرد و مورد استقبال مردم قرار گرفت، عدالت در ساختار بین المللی بود. این شعار معقولی است و اگر بخواهیم با آن پایبند باشیم، در چارچوب MPT ایران دارای حق انرژی اتمی و حق غنی‌سازی است. بنابراین ما حاضر نیستیم سرنوشت آینده مملکت را به هر دلیلی به مخاطره بیاندازیم، چرا که برای جایگاه امروز در جهان و برای انقلاب اسلامی من جانفشانی ها داشتیم و بهای زیادی داریم. غرب توطئه هایی داشت تا آنچه را که میخواهد به ما تحمیل کند، اما موفق نشد. حالا هم بر سر میز مذاکره نمیتوانه هیچ چیزی را به ما تحمیل یا ما را وادار به عقب نشینی کند. به نظر میرسد غرب در این برهه خود به مذاکره نیاز داشته باشد. مسئولیت مهم آقای جلیلی این است که مشخص کند آیا غربی ها در مسکو مذاکرات راهبردی را میخواهند و به این نتیجه رسیدن که فشار و ارعاب و روش هایی که تاکنون به کار گرفتن بیفایده بوده و حالا میخواهند روش خود را عوض کنند، یا اینکه تمایل به مذاکره تاکتیکی دارند. این نقش مهم نیست که تاکنون جلیلی به خوبی ایفا کرده و باید از ایشان تشکر کرد که به این خوبی از پس چنین وظیفه مهمی برآمده. امیدواریم در مسکو هم بتواند با مشخص کردن این موضوع به خوبی عمل کنه و گامی به جلو بره. یه چیزی که اینجا باز ما به گذشته اگه برگردیم، اگه یاد باشه در اون مطلبی که حسن روحانی میگه، میگه اینا مامورن، اینا اصلا حقی ندارن که از خودشون اظهار نظر کنن، تصمیم بگیرن. اینا در تهران اصولش نوشته میشود، دیکته میشود، اینا میرن اون دیکته رو اجرا میکنن. آقای جلیلی خیلی مدیر خوبی بود و اون یکی باقری خیلی بهتر بود، اینا مزخرفه. شما میگه آقا شما از اینجا سوار ماشین بشید برید مثلا اصفهان، چه میدونم 2 کیلو گز بخرید برگردید، چه وظیفه ای شما وظیفت رو انجام میدید؟ چه مهارتی در این کار داشتی؟ چه تفاوتی وجود داشته؟ آدرس دکون گزیر هم بهت داده، آدرس همه رو بهت داده، میگه اینجا برو، اونجا هم بگیر و برگرد بیا، برو سر کوچه یه کاسه ماس بخر برده بیا. چه مهارتیشون داشته؟ بازیت داره میده.
بسیار با این توضیح شما نشست بغداد را زیاد با این توضیح شما نشست بغداد را زیاد مثبت ارزیابی نمی‌کنه. نشست بغداد قدمی رو به جلو بود و اینکه گفته شد طرف ایرانی وقت‌کشی کرده یا قدمی به جلو بر نداشته موضعی غیر منطقی است، چرا که در نشست بغداد ما مشخص کردیم که چه می‌خواهیم و موازمان شفاف بیان کردیم. آنچه مسلم است ما از مذاکره فرار نمی‌کنیم، اما مذاکره به صرف مذاکره کردن هم برای ما فایده‌ای ندارد. اگه فایده ندارد، اگر مذاکره، پس شما چرا الان اومدید میگید که بیاد یه مذاکره بکنیم، قبل از مذاکره مسکو ما بریم یه مذاکره بکنیم که چگونه مذاکره بکنیم؟ و چرا دروغ میگی؟ یعنی حرفاشون اصلا زد نقیز دیگه. الان بحث بر سر همینه دیگه. نامه نوشته که آقا شما بیان معاونا بیان بشینن یه دستورکار تهیه کنیم. میگه آقا دستورکار رو نمیخواد که، شما یه چیزی وظیفه داری و انجام بدیم، ما هم در مقابلش نگاه میکنیم ببینیم که مشروط نوشتی یا ننوشتی. روزخونی، اینا عادت دارن به روزخونی و در تمام طول این مذاکرات هم همین کار رو انجام دادن. رفتن اونجا روزه خونده، آقا بله سوریه وضعش اینطوریه، آمریکا اونطوریه، نمیدونم بحرین اینجوریه. میگه آقا موضوع ما اینا نیست که، یه برنامه میذاریم راجع به اینا حرف میزنیم. موضوع ما امروز بحث اتمی ایرانه. شما تخطی کردی، شما پنهان کردی، شما بی‌اعتمادی ایجاد کردی. اگه راست میگویی بیا اعتماد سازی کنی. بله، چرا که در نشست بغداد ما مشخص کردیم که چه می‌خوایم و موازنه ما را شفاف بیان کردیم. آنچه مسلم است ما از مذاکره فرار نمی‌کنیم، اما مذاکره به صرف مذاکره کردن هم برای ما فایده‌ای ندارد. ما تصمیم داریم از مذاکرات نتیجه بگیریم. بدون شک نشست بغداد نشان داد طرف غربی ما را می‌شناسد و می‌داند تا چه اندازه‌ای در موازنه خود پایفشاری می‌کنیم. سهیل جلیلی در بغداد گفت من می‌توانم یه بمب اتمی را الان همینجا منفجر می‌کنم و این کار را با ترک کردن مذاکرات انجام میدن. در واقع ترک مذاکره از سوی طرف ایرانی با منفجر کردن بمب هسته‌ای برای غرب یکسان خواهد بود. این تاکتیک طرف ایرانی باعث شد غرب عقب نشینی کنه. خوشبختانه مذاکره کننده‌ای که برای ملت ایران مذاکره میکند بسیار آگاه است و باید از او تقدیر کرد. سعید جلیلی خواست مردم را به غرب نشان داد و گفت ما عقب نشینی نخواهیم کرد. اگر ترک مذاکرات توسط ایران اینقدر برای غرب حیاتی است، چرا آنها سعی میکنن ایران را وادار به عقب نشینی کنن؟ میگه به هر حال نفت یه روز تموم میشه، انرژی یعنی حیات، معقول ترین جایگزین برای انرژی نفت هم انرژی هسته ایست. در انرژی هسته ای تا مرحله تولید سوخت عملیات راهبردی است، ولی بعد از تولید سوخت یا سوخت خودتان ارزان تر میشود یا دنیا سوخت ارزان تری به شما عرضه میکنه. از اینجا به بعد موضوع اقتصادی است، اما تا شما سوخت را تولید نکردی یک واحد سوخت از سوی تمامی کشورهای دنیا به شما عرضه نخواهد شد، مگر اینکه عزت خود را بفروشید و راه‌حل‌های آنها را بپذیرید. به همین جهت ما در موضع غنی‌سازی قدم کوتاه نمی‌آییم. به همین سبب در تقابلی فرهنگی سیاسی اجتماعی راهبردی با غرب هستیم. میپرسه نقش آمریکا را در مذاکرات چگونه می‌بینی؟ در حال حاضر آمریکا با محدودیت‌های روبروست و نیاز دارد نشان بدهد در رابطه با ایران موفق بودند. اینها دلایلی است که ما این فصل را برای مذاکره پذیرفته‌ایم، اما آمریکا نمی‌خواهد در دنیا و در بین مردمش عنوان کند برای انتخابات ریاست جمهوری بعد از دوره اوباما در این مذاکرات شرکت می‌کند، بلکه جست بشر دوستانه به خود گرفته و میگوید برای جلوگیری از حمله اسرائیل به ایران پای میز مذاکره نشسته است. اما ما میگوییم اسرائیل غلط کرده به ایران حمله کنه. این عبارت رو نه به خاطر بی‌ادبی در کلام، بلکه به خاطر محتوایش استفاده میکنه. اگر اسرائیل چنین غلطی بکند به فرمانده مقام معظم رهبری ایران همچون صاعقه بر سرش فرود خواهد آمد. بنابراین موضوع حمله اسرائیل به ایران کاملا تخیلی است و ایران بر حق خود پایفشاری میکند. آمریکا هم به مذاکره نیازمند است. خب اینم بخش دیگری از این بازی، یعنی اینکه نشان میدهد که کاملا در
مشکل دارن، یعنی همین کاغذپاره ها و همین موضوعات. اما سایت پینکنت میگوید تا آغاز مذاکرات اتمی در مسکو کمتر از 2 هفته باقی ماند، اما نشانه هایی از هم اکنون به رسانه های خارج و داخل ایران راه یافته که نشان دهنده ناامیدی و شکست این سومین دور از مذاکرات تازه اتمی با جمهوری اسلامی است. رسانه های حکومتی بیش از رسانه های غربی اخبار نشانه های این شکست را منتشر می کنند و این ناشی از بیم و هراس از سرانجام روندی است که در 7 سال گذشته طی شده. خامنه ای در دیداری که مناسبت سالگرد درگذشت خمینی داشت مدعی شد که ایران در دامنه قدرت است و زمانی که به قله قدرت برسد همه دشمنی ها خاتمه خواهد یافت و به همین دلیل نباید متوقف شد. اما همزمان با همین سخنان سفیر جمهوری اسلامی در آلمان شیخ عطار در مصاحبه با فاینانشال تایمز گفته است ما در استانبول به توافق رسیده بودیم، ما قبول کردیم که غنی‌سازی 20% را کاملا متوقف میکنیم، اما در مذاکرات بغداد 5+1 مسائل دیگری را مطرح کرد و شرایط دیگری را پیش کشید و مذاکرات بغداد به نتیجه نرسید. حالا باید دید در مذاکرات مسکو چه میشود. 48 ساعت پس از سخنرانی خامنه ای و مصاحبه شیخ عطا رسانه های دولتی فای ساختند که غرب زیر توافق بغداد برای پیش مذاکره مسکو زده است، یعنی حاضر نیستند گروه معاونان دو طرف دیدار کرده و دستور کار مذاکرات مسکو را تهیه کنند. هماهنگ کننده سیاست خارجی اتحادیه اروپا با تأخیر به 2 درخواست جلی برای این پیش مذاکرات سرانجام پاسخ کتبی داده و در آن تاکید کرده که نیازی به پیش مذاکره نیست، شرایط همون شرایطی است که در بغداد به شما اطلاع داده شده، منتظر پاسخ کتبی شما برای قبول آن شرایط و سپس آغاز مذاکرات در مسکو هستیم. این جان کلام پرنویسی های سایت های ایسنا و فارس و رجانیوز و بقیه است که سعی کردن آن را لابلای انواع حاشیه ها و با لغات و اصطلاحات رهبرپسند مطرح کنند. بدین ترتیب است که آن سؤال هاشمی رفسنجانی از احمدی نژاد در جریان افتتاح مجلس نهم و هنگام ارائه گزارش جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی به حاضران معنای خود را پیدا می‌کند. هاشمی از احمدی نژاد پرسید این حرفایی که جلیلی می‌زند را شما قبول داری؟ احمدی نژاد بیان که دهان باز کند فقط خندید. فشار سنگینی که به دولت سوریه وارد می‌شود و ساعت به ساعت نیز تنگتر می شود نشان می دهد که دیگر روی جمهوری اسلامی برای حل مسئله سوریه هم حساب نمی کنند و این برگ نیز در مذاکرات با جمهوری اسلامی را می خواهند هر چه زودتر بسوزانند. سقوط بشار اسد معنای دیگری ندارد جز قیچی شدن پروال حزب الله لبنان، روندی که حماس خیلی زودتر از دیگران را حد زد و حساب خود را فورا از سوریه و جمهوری اسلامی جدا کرد و به دامن وحدت ملی در خود فلسطین بازگشت. چند خبر منتشر شده در خبرگزاری های داخلی درباره پیشبینی شکست مذاکرات مسکو رو در سایت های مختلف میتونید دنبال کنید. این هم بحث این. اما بذار که این ویدیو رو با هم ببینیم. متاسفانه من نمیتونم این ویدیو رو توی تکرار اینم گزارش نماینده آژانس بود در مورد مسائل مطرحه. ایران در حقیقت نمیتواند از این بازی بیرون بیاد، هیچ راهی برایش وجود نداره. من راهی رو برایش متصور نیست. روز اولم همیشه سوالم از همه بزرگان این بودش که خب اگه این مذاکره به نتیجه نرسه بعد چه خواهد شد، چه اتفاقی برای ایران میفته، در به کدام پاشنه میچرخد. باور من برای اینه که وقتی که نشود از درون ایران، مثلا یکی از محل‌های بزرگ درآمد ایران نفت دیگه، درآمد دیگه که نداری که، فقط نفت. وقتی نشه از داخل شیرو ببندی، خب ما از بیرون نفت ازش نمیخریم. این همون معنا رو داره. و زمانی که پول نرسه و این اختلافات که امروز شما شاهدش هستی دقیقاً از اونجا ناشی می شود. من یه بار این مثال رو زدم و دوباره مثالم رو تکرار می کنم از ماه وقایع 88. شما تصور بکن که مرد ثروتمندی یا حاج آقای ثروتمندی، پدر یه حاجی، اینا می میره. خب طبیعتاً فرزندا جمع میشن دور هم دیگه و تشییع جنازه میکنن فلان میکنن و بعد که
چی میشه میشینن وصیت نامه رو باز میکنن ببینن که حاجی چه وصیتی کرده. در سال 88 اتفاقی که افتاد این بودش که خامنه ای یاتبه بلند شد و ایستاد و گفتش که بله خیلی ممنون از همه شما زحمت کشید تا اینجا اومدید. خب دیگه حالا به سلامتی مراسم انجام شد، جنازه رو چال کردیم، فلان کردیم، حالا چایی هم که صرف کردید و نهارم خوردید و چایتون هم خوردید و بفرمایید دیگه، بیش از این مزاحم نمیشید، برید به زن بچه‌تون برسید و اینا، بفرمایید. و اینا همه متعجب به همه این نگاه کردن که پس ماجرا چی شد، پس این چرا این کار کرد، و در حقیقت او همه رو برای خودش خواست و همه اینا رو بیرون کرد. این یه ایماجه، یه تصویره. و از اون تاریخ به بعد هست که میبینی که وقتی که فشار هم زیاد شد و این در حقیقت منابع درآمد کم شد با این تحریم ها، اختلافات درون اینا هی بیشتر و بیشتر و بیشتر شد، دعوا شد. و اگر این اتفاق بیفته، یعنی واقعا از اول جولای تحریم ها به صورت جدی برقرار بشود، به طور قطع و یقین اختلافات در ایران زیادتر خواهد شد، به سر کوله هم میزنن و اینجا اون مفر ریست که باز میشود برای مردم. ولی آیا ما آماده هستیم؟ آیا سازمانی وجود دارد که بتواند این دریچه باز شده رو گشاد بکنه و همه را از اینجا هدایت کنه به سمت بیرون؟ نیست. تمام گره کار در اینجاست. به همین دلیل است که رژیم چنج در دستور کار نیست، چیزی وجود ندارد. ماجرای سوریه هم یه جورایی به همین شکل مرتبط است. نمیداند که وضع پشتش چیست. بنابراین تعلل میکنن، ادامه نمیدن. بفهمید شما. سلام عرض کردم آقای دهبانی، نادر هستم. میخواستم این گزارش خدمتتون عرض کنم. بفهم، خواهش میکنم آقای نادر. بله، من حدود تقریبا 3 هفته پیش بود در استانبول یک کانفیشنی بود برای صنعت تکستیل تو ترکیه. نساجی. بله، نساجی ترکیه در حقیقت صنعت دومش تقریبا حساب میشه بعد از توریسم، که صنعت خیلی بزرگی شده در ترکیه و درآمد بسیاری برای اینها داره. و ایران هم در کنار روس ها تقریبا میشه گفت بهترین مشتری های ترکیه هستن که صادرات میکنن. من اینجا رفتم و باورتون نمیشه، تاجرای خیلی خیلی زیادی از ایران، مخصوصا از تهران در درجه اول و در درجه دوم از تبریز اومده بودن. ولی جالب این بود، من تقریبا میتونم بگم حداقل به 30 تا هتل ایشایدم بیشتر من سر زدم باهاشون صحبت کردم، میتونم بگم حدود 80% شرکت های ترک بودن، 20% هم شرکت های یونانی و بلژیکی و غیره و زالک بودن. ولی در هر صورت چیزی که بود صحبت ایران بود هر جا میرفتیم، و اینی که نه تاجرهای ایرانی ها چیز بودن سفارشی میدادن با اینکه همشون اومده بودن، و نه اینی که حتی تاجر ایرانی که میخواد سفارش بده، البته سفارش های عمده منظورم هست، نه اینکه یکی بره دوتا تو پارچه بخره، تاجرهای عمده نه سفارش میدادن، و حتی اونایی هم که اگه میخواستن سفارش بدن، من با ترکا صحبت میکردن میگفتن ما در حال حاضر سفارش اینا رو حتی اگه بخوام بهمونم بدن ما قبول نمیکنیم. و این یه چند روزی بود، خیلی یه چند روز فقط مونده بود به همون مذاکرات تو بغداد آقای دهبانی. در اصل این خیلی قابل توجه بود که این نابسامانی که در حقیقت تو بازار هستش آقای دهبانی. حالا من چیزی که به ذهنم رسید، این خب این صنعت پارچه بود، حالا شاید پارچه از چیز اولیه نباشه، زیاد به اون صورت چیز لازمی نباشه تو چیز، ولی شما فکرشو بکنید تو مسائل دیگه که مربوط به قضا میشه، مربوط به دارو میشه، مربوط به مسائل که اینجور برای ضرر صورت با جان مردم سر کله داره، این مسائل در همون جا هم هستن. من حداقل در مورد مسائل بهداشتی هم میدونم که همین مسئله وجود داره آقای بهبهانی. یعنی واقعیت امر اینه که ببینید متاسفانه چیزایی که میان تجزیه و تحلیل میکنن که نمیدونم، آره اگه شما یادتون باشه قبل از استانبول و قبل از بغداد و اینا
خیلی ها میگفتن که ندیگه نمیدونم ایران دست بالا رو داره و از این حرفا و این نمیدونم چیزام حل میشه و این مسائل تحریم و این مسائل که دیدید که هیچ کدوم از این اتفاقات نیفتاد و هیچ هم دست بالایی نداشت. ولی واقعیتش اینه که آقای بهبهانی ببینید مردم خیلی خیلی تحت فشارن، یعنی این حتی تاجرها آدمای ثروتمند و میلیونرم حتی اونا الان تحت فشارن. یعنی من فکر میکنم که ایران واقعا به رو خودش نمیاره. اون چیزی که من با چشم خودم دیدم آقای بهبهانی درست واقعا اوضاع قارش میشه. اینجوری خدمتتون عرض بکنم خیلی یک گزارشی بود گفتم شاید جالب باشه برای شما بینندگان خدمت نرد کرده باشه. ممنونم از شما، سپاسگزارم برات. ممنون شما. قربان شما. نه درسته، یعنی اصلا شوخی و اینام نیست و من از ایران اطلاع دارم با دوستانی که صحبت میکنیم و اینا. اولم که سالهاست که بخش صنایع کوچک، میدونی که بدون حضور صنایع کوچک صنایع بزرگ معنی ندارن، اصلا نمیتونن حرکت بکنن. یعنی اگر شما فرض کن در همه آمریکا هم که نگاه بکنی، در هر جای دنیا نگاه بکنی، صنایع کوچک هستن که با یعنی چرخهای اصلی صنعت بزرگ هستن و در ایران صنایع کوچک سال هاست که خوابیده. بفهم آقای بهبهانی، من سلام عرض میکنم، منصورم از کالیفرنیا مزاحم میشم. رسیدن حالتو خوبه؟ قربان، رسیدنت بخیر. خوبی شما؟ قربونت برم آقا. من بد نیستم. من آقای بهبهانی میخوام یه حرفی یعنی اینجا بزنم. بفهم. خودم اگر من خودم رو جای شما میذاشتم، یعنی فکر کنم شما ببین منو میشناسی، منم شما رو، یعنی تا یه حدی بالاخره طرز فکر رو اینا پای ندارم. منظورم اینه که عصبانی میشدم و این چیزیه که خود منو اذیت میکنه، ولی من واقعا قصد چیز رو اینا ندارم، یعنی نمیخوام ناراحتی و اینا رو بیارم وسط. ببینید شما الان این دوست عزیز ما آقای نادر که از ترکیه مثلا زنگ زدن گفتم مردم، من یه خود چی شدم حقیقتش سورپرایز شدم که شما از ایشون نگفتی که کدوم مردم رو داری میگی، مثلا صحبت از کی داری میکنی. حالا من کاری ندارم، من متوجه هم ایشون کیو داره میگه، ولی حالا چون اینو شنیدم میخوام بگم. ببینید آقای بهبهانی، چیزی که از همه این داستان ها ناراحت کننده ترین برای من ناراحت کننده ترین اینه، ما صبح تا شب، حالا ما میگم من و تو یا من خودم دارم میگم، صبح تا شب این داستان ها رو میشنویم دیگه، جنگ قرده بشه نشه، نفروشن اله شد بله شد، این اومد این رفت. آقا تنها کسی که سعید جان در تمام این بازی، در تمام این نقشه، اینا این نظر شخصی منه، تنها کسی و تنها کسایی از نقطه نظر من به هیچ گونه به هیچ عنوان نقشی در تمام این داستان ها نداره، یعنی صفر، من و تو و ملت ایران هستند. خیلی عجیبه ها، یعنی عجیب ناراحت کننده است، یعنی اینکه ما که صاحب مملکتی هستیم، حالا پنج به اضافه یک، هشت منهای دو، اینوری اونوری چین فلان اینا میشینن نشه. یعنی منظورم آقا دوست عزیز من نوکرتم، من میخوام اینو بگم، تنها نقشی که ما تا حالا داشتیم در این 30 سال با این فاجعه، با تمام این داستان، این بوده که فقط حرف بزنیم. همین، این من دارم میگم، من منظور توهین ندارم، چیزی به کسی هم یعنی کاری ندارم. اگر به وجدان خود آدم باید رجوع کنه و نگاه کنی، هر کی از آقای نوریالا بگیر برو به جلسه های واشنگتن، لندن، فلان و اینا. آقا ما ملت چه اثری کوچکترین، ببین برای من این جالبه که تمام این درها که ریخته میشه، صحبت ها که میشه، چه کار میخوان بکنن چه کار نکنن، در کجای این فرمول یک تیکه اومدن و نقش مردم، صحبت از مردم، این ملت، این حالا من میگم دوباره شاید برگردیم، این مردم کی هست بابا، اصلا مردم رو بلکن، منصور چی میخواد؟
سعید بهبانی چی میخواد تو این فرمول؟ این آرزوش چیه؟ این چی داره میگه؟ اصلا این جور صحبت ها نیست، اصلا این جور صحبت ها مملکت معلوم نیست صاحبش کیه یا فلان. اینه که درد آوره، میدونی آقای بهبانی، اینست که آدمو شکنجه ده. یعنی خیلی جالبه نه؟ تو صاحب خونه باشی، مثلا صاحب خونه ای، منم دوست دارم و مثال های خیلی ساده و منظورم قدیمی ساده کنم، آقا ما باستادیم اونجا، یارو تراکتور آورده میزنه این دیوار، میره میزنه زخمه، میره میگه اون شیشه رو از اونجا بردار، این درها رو همه رو داره میریزه، داره میگه یه بارم بر نمیگرده بپرسه فلانی تو چی فکر میکنی؟ اصلا دوست داری اینو؟ خوشت میاد؟ اینجوری بکنیم حسن؟ انگار نه انگار، انگار نه انگار که تو اون مملکت 80 میلیون آدم هست، اون مملکت صاحبی داره و اینا. حالا اگر هموطنی هست که بیاد و بگه آه منظور من به این حرف تو اعتراض دارم، نه اینگونه نیست، ما نقش داریم، ما بازی داریم، اصلا تو خواب بودی هیچ یالت نیست، آقای پوتین پریشب به من زنگ زد از من پرسید، نه آقا من به این باور ندارم. این است که منو درد آور میکنه که پنج به اضافه یک یعنی تصمیم گیرنده که به سرزمین من، به وطن من، به مملکت من چه قراره بشه، دست معذرت میخوام اینجوری میگم قرمساخهایی مثل پوتین و باراک و این و اون و اون تو فرانسه، این یکی تو لندن، اصلا ما کاری نداریم که. سید علی از اون ور، از این طرف هم اینجوری، بابا مملکت 80 میلیون توش آدم هست، اینا وقتی میاد تحریم مثلا میذاره این جریان، مثلا تحریم همینجوری از اون بر از این بر یه اومد بگه که آقا آخه واسه ببینم این تحریم الان، این گرانی، این بدبختی، این گرفتاری به مردم اثری داره نداره، ضرری زده نزده، آخه چیه چجوریه؟ بسیار اینا توضیح میدم برای آمد. گرفتم پیام. ممنون. ازم بزرگ شما که این یه جوری همه جای دنیا همین شکلیه، یعنی اینکه با یه ذره جر و تعدیل، یعنی مردم مثلا تو آمریکا زیاد براشون اینا مهم نی، کاری ندارن که، مردم باید برن کار کنن، زندگی کنن، همین کاری که من تو انجام میدم، بقیهش موضوعیت نداره، موضوع ما نیست، موضوع ما امنیت و بهداشت، امنیت در حقیقت، یه همش تو قالب امنیت میگنجه دیگه، امنیت باید باشه. در اونجا چرا این اتفاق نمیفته؟ چرا مردم مثلا نمیشون؟ برای اینکه مردم به دنبال چی حرکت کنن، به دنبال چی بیاد، چه بکنه. من بارها اینو به نتیجه رسیدیم دیگه، بعد برنامه داشته باشیم و بگیم آقا میخوایم بریم مثلا فرض کنیم که شما در سان فرانسیسکو هستی، سان خوزه هستی، تصمیم میگیری که بری تگزاس، باید لباس مناسب برای اون منطقه شما آماده کنی خودتو، نمیتونی با اون چیزی که در سان فرانسیسکو هست همون کارو بری در تگزاس انجام بده، سان انتونیوی تگزاس بریم هم کاری بکنیم که تو سان خوزه میشه کرد، نمیشه کرد. منم به شما دارم میگم که ببین الان فرض کن این تحریم ها صورت بگیرد، از اول جولای تحریم بشود، تحریم ها خیلی سخته، یعنی کشتیش اگر را بیاره، اولا گفته که هر هواپیمایی، هر کشتیی که به سمت ایران برود دیگر حق ندارد وارد آمریکا بشود. کشتی اگر حرکت بکنه مانیتور میشه، نگاهش میکنه کجا میره، کجا میره، کجا میخواد بره، چیکار میخواد بکنه، وسط آب یخشو میگیره،
بنابراین این ماجرا رو سخت میکنه دیگه. بذار یه مثال دیگه برات بزنم و بذار بریم اصلا خبر رو بخونیم بریم که چه اتفاقی داره میفته. و حالا اگر که این ماجرا صورت بگیره اون وقت چه میشود؟ آیا سازمانی وجود دارد که این رو از نقطه آ به نقطه ب ببرد؟ نه، میشه ماجرای 88، وجود نداره. اگر یک جریانی وجود داشت و اگر یک سازمانی وجود داشت به طور قطع و یقین حرف سازگارا رو میخریدن. سازگارا رفته گفته که آقا به جای نیوکلیر، به جای مسئله اتمی برید سراغ رژیم چنج. چنجش کنم با کی؟ با کدوم؟ تو همون ماجرای 88 که صحبه شد بس بسر این بودش. خیلی خوب، وقتی پرسید که چرا حمایت نمیکنی، از مرکل پرسیدن، از پوتین پرسیدن، که برای من چه فرقی میکنه کی بیاد تو کار؟ هر کی بیاد تو کار ما باش معامله میکنیم. تو سیاست خارجی اینا فرقی نمیکنه، طرحی ندارن برای سیاست. من بگم خب این بهتر از اون یکی. مسئولان همشهری آنلاین می‌نویسد که مسئولان تنظیم بازار هم چوب گرانی را خوردن. گروه اقتصادی علی ابراهیم میگه تداوم گرانی لجام گسیخته مواد غذایی و کالاهای مصرفی و ناکارآمدی سیاست‌های تنظیم بازار موجب امضای حکم برکناری 3 معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت شد. برکناری همزمان 3 معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در شرایطی که مهدی قزنفری در سفر چین به سر می‌برد، پیش از آن که تغییرات درون سازمانی قلمداد شود، بیانگر نارضایتی وزیر و دولت مردان از گرانی‌های اخیر و عدم توفیق اقدامات انجام شده برای تنظیم بازار کالاهای اساسی و محصولات صنعتی است. گرچه به نظر نمی رسد این تغییرات نیز راهکاری برای مقابله با گرانی باشد. محمد علی زیغمی معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت، معدن و تجارت روز گذشته از سمت خود برکنار شد و جای خود را به حسن رادمر رئیس سابق مرکز امور اصناف و بازرگانان به عنوان سرپرست این معاونت داد. زیغمی پیش از این بارها بر سهم عدم همکاری و هماهنگی برخی دستگاه‌های اجرایی مانند وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی در افزایش بیرویه قیمت‌ها گلایه و ریشه نوسان شدید قیمت این محصولات را در ارائه آمارهای نادرست مسئولان بخش کشاورزی نوسان نرخ ارز و افزایش هزینه تمام شده تولید قلمداد کرد. وی تلاش کرد با واردات و تأمین نهادهای دامی ارزان قیمت شیب افزایش بیرویه نرخ گوشت قرمز، مرغ و شیر و لبنیات را کاهش داده و با عرضه برنج ذخیره سازی شده سالهای قبل قیمت این محصول در بازار را کاهش داد. اما قیمتها کاهش چندانی نیافت و وی به ناچار اعلام کرد که تولید کنندگان با دولت همکاری نکرده و با وجود تخصیص نهادهای ارزان به بهانه‌های دیگر قیمت‌ها را همچنان بالا نگه داشتند. نه چه بهانه؟ اولا نرخ سوخت بی‌نهایت گرونه. بعد هزینه‌هایی که دولت مرتب برای اینا ایجاد می‌کنه. به اضافه باج‌خواهی دولت. یه رفیقی دارم در تهران یه دکه داره، دکه کوچولو داره، قهوه، شیرینی، قهوه، ساندویچ اینا درست میکنه. سالها از مدیران برجسته دوران آریامهری بود. میگه که صبح که میریم در مغازه رو باز میکنیم هنوز بسم الله نگفتیم یکی از در میاد تو.
آقا چه خبر؟ چیکار میکنی؟ چرا این خانومه اون رو اون صندلی نشسته؟ آقا من چیکار کنم؟ خب این مشتری اومده رفته اونجا نشسته. نه این روبرو آقا هست. من که نمیتونم به مشتری بگم که چرا رفتی روبرو آقای نشستی که. میگه نه آقا شما با او جروبست میکنی؟ میخوای مغازت رو ببندی؟ میگیم نه آقا نمیخوایم ببندیم. چیکار باید بکنیم حالا؟ میگه باجی میگیره از در میره. پشت سرش یکی دیگه میاد. یه چرخی میزنه میگه آقا سیگار کشیدین تو مغازه. ما گفتیم که تو مغازه نباید سیگار بکشی. میگم نه آقا هیچکی اینجا سیگار نکشید. من خودم سیگار میکشم. اونم این پشت تو این دکه آشپزخونه این کوچولو زیر این هواکش یه سیگار میکشم دیگه. چیکار کنم؟ نمیتونم که از مغازم برم بیرون که. آدم هم یه نفرم. نه آقا سیگار نباید بکشین. میگه یهو خودش رو یهو بینید سه نفر رفیقش هم همراهش اومدن تو پشت سرش سه تا رفیقش هم میان تو. بعد حالا به اینا فرض کنید که $100 نهار بدیم ما. از کجا بیارم؟ دائما در این بساطن. یه دوست دیگه به هم گفتش که یه کارخونه ای داشت مثلا این صنایع کوچه. گفت بستم همه رو رد کردم رفتن کارگرا محلشم تمام ماشینالات و اینا رو فروختم و رفت کف کارخونه رو بتونریزی کردم صاف کردم کردمش گاراژ پارکینگ نمیدونم انبار. گفتم خود تو که سال هاست داشتی این کار. گفت بله آقا هر رو باید کاغذ دستم باشه از این اداره به اون اداره. رفتم یه روز بهشون گفتم آقا من یه صنعتگرم. من باید حواسم به تولید باشه به ابتکار باشه. من شما علاف کردی کردی تحصیلدار یه رو برو اداره برق یه رو برو شهرداری یه رو برو اداره بازرگانی یه رو برو اداره صنایع هر رو این اداره به اون اداره. من دیگه اصلا فرصت نمیکنم سر کارم باشم بنابراین تعطیلش میکنم. به همین دلیل که میگه که با وجود تخصیص نهادهای ارزان به بهانه‌های دیگری قیمت‌ها را همچنان بالا نگه نمیتواند رای نداره. خب محمد حسن نکویی مهر رئیس سازمان حمایت مصرف کننده و تولید کنندگان به عنوان متولی رصد کردن قیمت‌ها و برخورد با متخلفین دیگر معاون وزیر صنعت و معدن و تجارت بود که با حکم روز گذشته غزنفری جای خود را به سید جواد تقوی معاون بازرسی و نظارت این سازمان داد. برخورد انفعالی نکویی مهر با تخلفات آشکار در گرانفروشی و کمفروشی کالاهای اساسی موجب شده بود تا با وجود اجرای طرح‌های نظارتی ویژه در مقاطع مختلف سال و خبرهای منتشر شده در زمینه برخوردهای تعزیراتی با تخلفات گرانفروشی شیر و لبنیات، گوشت قرمز و مرغ و خودرو و محصولات صنعتی این برخوردها نه تنها کوچکترین تأثیری برای مقابله با گرانی نداشته باشد بلکه به افزایش غیرقانونی قیمتها به شیوه رایج در بین تولید کنندگان و عرضه کنندگان کالا تعلیق شد. باج میگیره دیگه. تعزیرات یعنی باجگیری. این پولشو باید از جیتو در بیاره به تو بده دیگه. وزیر اسبق صنایع رئیس سازمان گسترش و نوسازی ایران شد. رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ایدرو جایی که محسن سازگارا بود سومین معاون وزیر صنعت معدن و تجارت بود که با حکم اخیر غزنفری جای خود را به غلامرضا شافعی داد که در گذشته مسئولیت وزارت صنایع و تعاون را به عهده داشته. برخلاف دو معاون دیگر برکناری مجید هدایت و جایگزینی شافعی به عنوان رئیس ایدرو پیش از آن که ریشه در گرانی های اخیر داشته باشد ناشی از اختلاف دیدگاه های غزنفری و هدایت در تعیین اولویت های سرمایه گذاری برای گسترش و نوسازی صنایع کشور است.
گرچه تاکنون کمتر زمزمه‌ای مبنی بر احتمال برکناری هدایت به گوش می‌رسد، اما به نظر می‌رسد تداوم مشکلات صنایع سنگین و شرکت‌های خودروسازی از دیگر علل برکناری وی باشد. الان اینجوری شده که تو همین صنعت خودرو شنیدم که در ایران قیمت ماشین رو شما میتونید بیرون ارزان‌تر از کارخونه بخرید، درست به عکس سالهای گذشته. چه میشود آقای منصور؟ این میشه اون مردم کجا هستن؟ مردم هستن، مردم دارن زندگیشونو میکنن، مردم نظر میدن، حق دارن که نظر بدهن. سازمانی وجود نداره که صداش رو به گوش من و تو برسانه. ما دیروز با این سه تا جوان صحبت کردیم دیگه، فرزندان رستم، آقای آروش و آقای چیز، زنگ زدن و گفتن که ما میفهمیم اینا چی میگن. چی میگن؟ سابوتاژ. چجوری میخوای سابوتاژ کنی؟ تا خرابکاری کنی؟ چجوری این کارو بکنی؟ آقای نادر از ترکیه گفت من میفهمم اینا چی میگن، میدونم، ولی چجوری میخوای این کارو انجام بدی؟ چه تضمینی وجود داره که یارو رو گرفتن اعدامش نکنن؟ و چه بشه؟ سابوتاژ که هر روز دارن مردم سابوتاژ میکنن در ایران. بفرمایید شما. سلام آقای دهبان، خیلی عذر میخوام که دوباره چیز شدم. شما صحبت میکردید، یه دو تا مسئله دیگه یادم افتاد در همین موضوع، مسئله اقتصاد تو ایران. بفرمایید. چیزایی که برخورد کردم گفتم بهتون بگم. آقای من با کسی چیز کردم که در توزیع پوشک بچه و نوابهداشتی خانوم ها چیز، یعنی چیزی که به قول معروف قاعدتا نباید تاثیر روش گذاشته بشه، چون از چیزهای اولی هست، یه جوری اولی هست، آره، مصرفیه. بله، حتی ایشون میگفت که باور نکردنیه، ولی تقاضا به نصف رسیده ظرف دو سه ماه گذشته های بهبانی، یعنی خیلی 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 چیز عجیبیه، اصلا نمیتونه تصور کنه همچین چیزی رو. و ببینید آقای دهبان، چیز دیگه هم هست، چون ما دور وایسادیم خیلی از مسائل، یعنی اون عمق چیز ما خود نمیتونیم ببینیم آقای دهبانی، ولی وقتی برخورد میکنی با اون مردمی که دارن تو ایران زندگی میکنن، میشنی پای صحبتشون، خیلی مسائل در میاد که اصلا آدم بهش نمیتونه به فکر برسه. یعنی من دو تا مسئله دیگه هم خیلی سریع خدمتتون، چیزا که نمونه خدمتتون دارم الان میگم. ببینید، یه سری اینجا که هستن تو مثلا تو مسائل توریستی، یعنی توریست از اینا میارن ترکیه و خب اکثرشون هم شرکتی بسیار کوچیک هستن، به این صورت کار میکنن که مثلا میره یه پانسیون هتل چیزی یک سری اتاق رو پیش خرید میکنه، مثلا میگه آقا من از این تاریخ تا اون تاریخ من 50 تا 100 تا 20 تا هر چی حالا دستگی به بزرگی شرکت داره، من به مدت یک ماه اتاقها رو از شما پیش خرید میکنم و پول اونو معمولا به دلار میگیرن. حالا تو این فکرشو بکنید، تو این مسئله شکست چیز که پیش اومد، ریال که پیش اومد، آقای بهبانی اینا اتاقاشون بدبخته اومدن به دلار پیش خرید کردن و بعد میخوان دارن که این پول رو به صورت تومن از مشتریاشون تو ایران در بیارن و در این ماه به این چیزو بکنید 30%، 40%، 20%، حالا بعد دیگه داره چقدر پول کشیده که این بیچاره ها بیان این اتاقای رو صرف میشن به ایرانی ها و تا اومدن این کارا رو بکنن چیز خوب نرخ تو ایران که عوض نشده، مثلا اینا که تبلیغ کردن مثلا یک هفته به فرض مثلا آنتالیا یا استانبول رو به شما میکوشین 1,000,000 تومان، اونا دیگه همون مجبور شدن 1,000,000 تومان رو نگه دارن، در حالی که نمیدونم متوجه ارزم هستیم، قبلا که مثلا بوده 1,000 دلار اون 1,000,000 تومان، الان معادل شده 600 دلار و این فلسفه هم نفی نکردن، یعنی 600 دلار هم به ازای هر نفر از جیبشون پرداخت کردن، یعنی فاجعه هایش به صورت شخصی و دهبانی خیلی خیلی زیاده. اینها تازه طبقه متوسط آقای بهبانی. حالا من چیز دیگه رو خدمتتون عرض می‌کنم، اینجا یک
حساب پوش خیلی عمده هستش تو ترکیه که معمولا تو تلویزیون هستش از این حرفا بسیار آدم شناخته شده یه بورساز تو ترکیه بیزنی خدمت مرد بکنم به اسم آقا اوغلو. حالا این آقا اوغلو اومده بود تلویزیون اینجا بزنید یه قانونی داره وضع میشه که خرید خونه برای ایرانی ها بعد از شکران شدن بین دولت ایران و ترکیه داره آزاد میشه، یعنی ایرانی میتونه بیاد اینجا یه خونه رو آپارتمانی رو با سند بخره. قبلا هم همچین چیزی ممنون نبود چون دولت ایران مخصوصا احمدی نژاد بسیار مخالف این قضیه بود چون میخواد قرض از ایران خارج بشه. حالا این جلو اینو دیگه دارن باز میکنن و تصویبش کردن. هنوز تو مجلس داشتن صحبتشو میکردن و لبانی آقا اولو همین که شخصی که بهتون گفتم اومده تو تلویزیون میگه ایرانیا نه ایرانی هایی مثل من و شما کلمانده یعنی خودشون 2 میلیارد دلار تا حالا از من پیش خرید کردن ملک. یعنی آقا زبانی از یه طرف مردم دارن اون وقت به اون صورت دارن بیچاره میشن، از یه طرف دیگه این بیشرف ها که همین احتمالا کسایی هستن که دو دولت هستن دیگه سرمایه داره عمده ها زبان مثلا سپاه و اینا دارن به صورت 100 میلیون دلار دارن ارز رو از ایران خارج میکنن و میان تو ترکیه. رو ترکیه یکیشه، اندونزی و مالزی و سنگاپور و نمیدن اینا همش نه داره زبانی. یعنی وقتی آدم تماس داره، وقتی داره باشون صحبت میکنه، آدم میدونه چه بلایی داره به سر ایران میاد. درسته. اول میخوام که دوباره مزاحمت میشم. نه درسته، صد از صرف درسته. البته من به اون بخشی که میگی که دولتی هستن، نه ضرورتا همشون دولتی نیستن، یعنی که آدمایی هستن که متمولن، حالا تو این جریانات بالاخره تا این سالها صاحب ثروت و مکنن. حرفتون درست آقای دهبانی، من چیزای خیلی خیلی عمده رو البته داشتم خدمت مرز میکردم. حتی این آقا اولو چون الان چیز صحبتشو کردم، الان چون قانون تصویب نشده ببینید پیش متوسط حتی متوسط نسبت به بالاتر. بله. الان نمیاد کسایی که میان که با خلیمونده های ترکیه در تماس هستن. من از اون معلوم جهرمی که خدمت رو نرد کردم. آه که حالا منظور روشن. بله. بله. خیلی ممنون آقای دهبانی، مرمت زیاد، متشکرم از توضیح، سپاس گذارم. چون این وضعیت دلار و این وضعیتی که بالاخره بازار داره میخوابه، یعنی بالاخره اینایی که صاحب سرمایه بودن، هم شرکت داشتن، مؤسسه تولیدی داشتن، اینایی که دارن میبندن، خب نمیتونه که ببنده یا رو از جیبش بخوره، که اونم یه سری تعهدات داره، فلان داره، نسبت به اون باستی که یه کاری رو بکنه دیگه. و بهترین راهش اینه که ریالش رو تبدیل به دلار بکنه دیگه، به ارز بکنه. و پراپرتی هم بهترین مدلشه که من اینجا برم یه خونه ای بخرم، بالاخره در 5 سال آینده، 6 سال آینده، 10 سال آینده این قیمت این بالا خواهد رفت و وضعیت ارزم در ایران پایین نخواهد آمد، که مثلا دلار که دوباره نمیشه 7 تومن و 4 هزار که وحشتناکه. یعنی اصلا نمیشه، ما نمیتونیم، راست میگیم، ما از دوریم، خیلی دوریم از فضا، خیلی دوریم، نمیدونیم اونجا چه اتفاقی داره میفته و مردم چگونه دارن کباب میشن. متو عادت کردن دیگه، یواش 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 این درجه حرارت برده بالا. محمدرضای نقدی، سروش جعفری مینویسد که در سایت خودنویس نیکاهی مینویسه که نقدی گفته ما بد عمل کردیم. رئیس سازمان بسیج مستضعفین که همواره علیه بیجابی و روابط زن و مرد سخنرانی میکرد و از اصول محجور مانده امر به معروف و نهی از منکر سخن میگفت، این بار در سخنانی متفاوت گفت که در این خصوص عملکردشان خوب نبوده. به گزارش ایسنا، نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین با بیان که امروز در ایران امر به معروف در غربت قرار دارد گفته است، این غربت نه به خاطر عمل نکردن به فرضیه امر به معروف و نهی از منکر، بلکه به خاطر بد عمل کردن به این فریضه است. ما با عمل کردمان امر به معروف و نهی از منکر را تنها به حجاب و روابط زن و مرد در خیابان و یک شکل خاص از برخورد محدود کردیم. نقدی این روش امر به معروف که در حال حاضر نیست در خیابان‌های ایران در مدلی با عنوان گشت ارشاد ادامه دارد تقویه کرد و گفته است که این کار برخلاف اسلام است.
هی گفته است ما برخلاف دین اسلام عمل کردیم و به جای زبان نرم از زبان تون برای امر به معروف و نهی از منکر استفاده میکنیم. آقای نقدی در ادامه سخنان خود در راستای تایید گفتهایش به میان مثالی پرداخت و گفته است در بجنور با استفاده از این روش، یعنی امر به معروف با زبان نرم، در یک محله که 300 ماهواره در پشت بام‌ها شناسایی شده بود، پس از گفتگو و اقناع توسط بسیجیان 97 خانواده شخصا ماهواره خود را تحویل سپاه دادند و بقیه هم دیشهای ماهواره را از پشت بام‌ها جمع‌آوری کردند. رئیس سازمان بسیج مستضعفین در سخنان دیگری هم ادعا کرده که دولت خاتمی ظلم بسیار بزرگی در حق ایران کرد، به طوری که به گفته وی در حال حاضر بسیاری از معضلات غیر اخلاقی جوانان محصول دولت اصلاحات است. نقدی در جمع گروهی از فرهنگیان لرستان گفته است بسیاری از معضلات جوانان از جمله ابتلا به مواد مخدر و مسائل غیر اخلاقی معلول انحلال امور تربیتی مدارس در دولت اصلاحات است. نقدی در پایان هم اختلاس ها و دزدی ها را به خاطر عدم تربیت افراد دانسته است. خب این از این بر. آقای جوادی آملی که استاد حوزه علمیه هست در دیدار با محمد رضای باهنر گفته است که ایران کشوری چهارفه است که امکانات و سرمایه فراوانی دارد اما مدیریت ندارد. وی گفته بیکاری و فقر در کشور موج میزند. ضعف مدیریت یعنی همین، امکانات فراوان، درگیری زیاد و عده‌ای هم بیکار و فقیر، و نتیجه این است که روزی تا زیان این کار را خواهیم خورد. عاملی اضافه کرد در کشوری که با این همه امکانات یا اختلاس است یا همه به جان همدیگر افتادند و باند بازی میکنند. عبدالله جوادی عاملی که تا پیش از انتخابات رئیس جمهوری 88 امام جمعه موقت قم بود، همان کسی است که احمدی‌نژاد در دیدار با وی موضوع حاله نور را مطرح کرد، موضوعی که پس از تبدیل شدن به سوژه طنز رسانه‌ها باعث شد احمدی‌نژاد آن را تکذیب کند. اما دفتر جوادی عاملی در همان زمان با تایید این موضوع نشان داد که این آیت الله دل خوشی از احمدی‌نژاد ندارد. با شروع انتخابات سال 88 عاملی از میرحسین موسوی حمایت کرد و سخنانی تلویحی در انتقاد از احمدی‌نژاد بیان کرد، اما ماجراهای بعد از انتخابات که پیش آمد جوادی عاملی دیگر کنار کشید و حتی در تصمیم محافظه‌کارانه از امام جمعه قم هم استعفا داد. استعفایی که اگرچه به اعتراض این آیت الله تعبیر شد، اما خود او با در پیش گرفتن سکوتی گورستانی در مقابل حوادثی همچون کهریزک و برخورد خشن نظام با مردان در خیابان هیچگاه لب به اعتراض علنی نگشود و انتقادهای علنی امروز وی شاید نشان از تغییر نظر مواضع محتاطانه اوز از خواص بی بصیرت داشته باشد. نیزه من برای اینکه خودشون یکی یکی، یعنی اونا تو آتیشن میبینه شرایطشون بده نیست، اگر چیزی وجود داشت اینا میریختن. هاشمی رفسنجانی، مصطفی خلجی، مینیستد هاشمی رفسنجانی چه استبدادی را دوست دارن چه استبدادی را دوست ندارن. در بخش تحلیل خودنویس مینیستد که اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی در دفاع از سید حسن خمینی را باید در مجموعه اظهارات و سیاست‌های همیشه این کهنه سیاستمدار جمهوری اسلامی در نظر گرفت. وی به بهانه آنچه از سوی رسانه‌های ایران حرمت شکنی نسبت به نوه امام خوانده می‌شود، از وجود استبداد عوام در جمهوری اسلامی گلایه کرده است. هاشمی رفسنجانی گفته است تضاد بسیار عجیبی است، چگونه می‌شود در سال روزی که اقشار مختلف مردم عاشق امام از سراسر کشور به امید وحدت و همدلی در آستان مطهر امام گرد هم می آیند، گروهی اندک ولی متشکل و البته نامشخص در مقابل چشم میلیون ها انسان و شبکه های تلویزیونی اجازه اهانت به بیت امام و مسئولان را به خود بدهند. آیا می توان تصور کرد آنها گروه خودسر هستند؟ این نوع رفتارها افراطی است و او آن را نمونه بارز استبداد عوام عنوان کرده است. وی برای تاثیرگذاری بیشتر اظهاراتش را به منبع کر قدرت در جمهوری اسلامی، یعنی آیت الله خامنه‌ای، وصف کرده و نارضایتیش را نارضایتی رهبر جمهوری اسلامی خوانده.
این در حالی است که بقیه ناظران کسانی که طی سالهای اخیر علیه سید حسن در مراسم سالگرد پدر بزرگش شعار دادن از طرفداران آتشین آیت الله خامنه ای هستند. اما چرا هاشمی رفسنجانی از تحت فشار قرار داد گرفتن نوادگان خمینی از سوی خامنه ای نگران است؟ پاسخ این پرسش را باید در نگرانی هاشمی رفسنجانی از تحت فشار قرار گرفتن خودش از سوی رهبر جمهوری اسلامی جستجو کرد. در واقع اعتراض اخیر هاشمی و دفاعش از خانواده خمینی به نوعی اعتراض هاشمی نسبت به رفتارهایی است که هواداران خامنه ای علیه او و خانواده‌اش انجام می‌دهند. از همین روز که عباراتی را با عنوان استبداد عوام خلق میکند و به کار میبرد تا آیت الله خامنه ای و اطرافیانش را به عوام فریبی و رفتارهای افراطی متهم کند. همچنین از اظهارات اخیر هاشمی رفسنجانی مثل بقیه اظهارات و سیاستهای گذشته چنین برمیآید که او به طور کل مخالف استبداد نیست و چه بسا بسیار طرفدار استبداد خواص است. زیرا اگر او با هر نوع استبداد مخالف بود، رفتارهای افراطی هواداران خامنه ای را هم ذیل عنوان کلی استبداد در ایران تفسیر میکرد. اما بر ساختن عبارت استبداد عوام به این معنی که رفسنجانی در زمینه سیاست ورزی به گونه استبداد نخبگان معتقد است و باید تاکید کرد که در اینجا منظور از نخبگان آن چیزی است که هاشمی رفسنجانی از آن در نظر دارد و نه نخبگان واقعی. شاید مدل مورد پسند هاشمی از استبداد همان چیزی باشد که از ابتدای انقلاب تا پایان ریاست جمهوری خودش وجود داشت، یعنی دقیقاً در زمانی که او یکی از نخبگان مؤثر در قدرت بود یا به عبارت دیگر در جمع حاکمان مستبد جمهوری اسلامی قرار داشت. حداقل در جمهوری اسلامی استبداد خواص هم دست کمی از استبداد عوام ندارد. بساط اعدام و سرکوب در هر دوی آنها پهن است. قطعا نگرانی رفسنجانی از پهن بودن بساط اعدام و سرکوب در ایران نیست، بلکه از این است که اکنون چرا او دیگر در جمع قدرتمندان قرار ندارد و رهبر جمهوری اسلامی قدرت او را محدود کرده. حال که شرایط برای رفسنجانی محدود شده، او آیت الله خامنه ای و طرفدارانش را به عوام فریبی و اعمال استبداد عوام متهم میکند. سخت، شرایطشون بده، خیلی ساده است. بسیار شرایطشون بده. اما محسن رضایی میگه که امروز هیچ مشکل اقتصادی تو کشور وجود نداره. دبیر مجمع تشخیص مصلحت ایران میگوید ایران امروز هیچ گونه مشکل اقتصادی نداره و اگر در 200 سال گذشته ولایت فقیه وجود داشت، سمرقند، بخارا و بحرین از ایران جدا نمیشد. اینو تو سایت دیگربان میگه. اما همون لحظه در جای دیگه میگه که مشکل بیکاری و گرانی در کشور جدی است. اگر در خبرگزاری مهر میگوید که دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با تاکید بر اینکه بیکاری و گرانی در کشور جدی است و رهبری مرتب در این زمینه تذکر می‌دهند، گفت مسئله این است که مدیریت کشور باید پا به پای نظام حرکت کند. رضایی شامگاه چهارشنبه در جمع مردم خرم‌آباد در مسجد علوی این شهر با بیان اینکه ما جنگ تحمیلی را با کمترین امکانات پشت سر گذاشتیم اظهار داشت در دوران جنگ شرایط بسیار سخت‌تر از امروز بود. وی با بیان اینکه امروز با وجود شدیدترین تحریم‌ها ما بسیاری از کالاها را صادر و وارد می‌کنیم، افزود در زمان دفاع مقدس ما دستمان خالی بود و مشکلات فراوانی داشتیم، ولی موفق شدیم که دشمن را به عقب برانیم. با این حال امروز هنوز نتوانستیم مشکلاتی مانند عقب ماندگی‌های اقتصادی، بیکاری، تورم و گرانی را حل کنیم. دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام با بیان اینکه رهبر معظم انقلاب 4 سال است شعار سال را با محوریت اقتصادی تعیین میکنن، افزود نامگذاری سالها به نام سال اصلاح الگوی مصرف، تلاش و همت مضاعف، جهاد اقتصادی و سال تولید ملی، حمایت از کار و توسعه کار و سرمایه ایرانی، همه حکایت از توجه رهبر فرزانه انقلاب به مسئله اقتصاد دارد. رضایی با بیان اینکه علارغم تحقیقات رهبری
لشکری که باید در زمینه اقتصادی راه بیفتد هنوز راه نیفتاده. او عنوان کرد سالهاست بیکاری در خرم‌آباد و لرستان بالای 18-19% است. وی با بیان اینکه 2 دهه است که استانهای زاگرس نشین از یک بیکاری فوق‌العاده بالا رنج می‌برند ادامه داد این وضعیت در شأن مردم این مناطق با این همه فداکاری و ایثار نیست. او با تأکید بر اینکه بیکاری و گرانی در کشور جدی است و رهبری مرتب در این زمینه تذکر می‌دهد عنوان کرد مسئله این است که مدیریت کشور باید پا به پای نظام حرکت کند. او با تأکید بر اینکه مجلس دولت و کسانی که کار قانونگذاری و مدیریت اجرایی می‌کنند باید به این مهم توجه ویژه‌ای داشته باشند ادامه داد خوشبختانه افراد متخصص و باسوادی وارد مجلس نو شدند به طوری که امیدواری ما به این دوره از مجلس بسیار بیشتر از دوره‌های گذشته است. وی با تأکید بر اینکه مجلس دولت باید مشکلات را به طور جدی حل و فصل کند تصریح کرد مشکلات اقتصادی باید از سر راه ملت ایران کنار برود. بله شوه دیگه، نمیشه که هم وضع اقتصاد ایران عالی باشه درجه یک باشه همین که مشکل بیکاری و گرونی داشته باشیم و بیکاری. خواهی این چجور مزخرف گفتنه؟ این چجوریه که نقدی اونو میگه؟ چجوریه که اون جوادی عاملی اونو میگه؟ چطوریه که رفسنجانی اونو میگه؟ اینا همه نشان از آن داره که این کاغذپاره ها و این تحریم ها هیچ اثری نداشته. اینا همه نشونه اینه. آیا واقعا اینجوریه؟ چه باید کرد؟ و چه می شود کرد؟ جامعه باید به یه خواست برسه، به یه خواست ملی برسد به این نقطه که نمیخواهم این شرایط رو نمیخواهم، من خواهان تغییر شرایط هستم. ببینیم که آقای اکبر گنجی تو این داستان چه افاضاتی فرمودن. اینهایی که معتقدن که به حال راه سعادت از دین میگذرن و تلاش کردن که این دین رو در حقیقت حاکم کنن بر مملکت. اجازه بده که درنگ کوتاهی بکنیم، برمیگردیم میریم سراغ دو تا مطلب از اکبر گنجی و اگر بشود بریم سراغ سید مشتبه و ببینیم که سید مشتبه چه مطلبی رو میگه راجب شیخ کروبی و میگه شیخ کروبی این نظام را نمیخواهد. بله اون نظام جمهوری اسلامی را میخواهد. میگه این نظام نه جمهوریه نه اسلامیه، بنابراین من این نظام را نمیخواهم. معنیش اینه که من نظامی میخواهم که جمهوری اسلامی باشه. ببینیم که این حرفو سید مشتبه چجوری بر میگردونه. درنگ کوتاهی میکنیم برمیگردیم در خدمتت خواهیم بود. متشکرم. با تشکر از همه مهر و محبت شما بزرگواران. ساعت 3:49 است به وقت غرب آمریکا، فینیکس در ایالت آریزونا 6:49 است به وقت نیویورک و واشنگتن در شرق آمریکا و هر کجایی که ساعتی 6:49 است. 12:49 در اروپا، 11:49 در انگلستان و 1:49 در ترکیه. فکر کردم قبل از اینکه به این ماجرا بپردازم برم سراغ این آقای حاج کریم دباغ تحت عنوان آقای سروش و این مطلبی که افاضه فرمودن. او می نویسد که از یک سو فقیهان رسمی جمهوری کافر پرور ایران در صدور حکم ارتداد با یکدیگر مسابقه گذاشتند و از سوی دیگر منکران در خارداشت نام پاکان و پیامبران و ناسزا گفتن با آنان گوی سبقت را از یکدیگر ربودن سفارایی حیرت انگیزی است. فقیهان به عمد و اصرار میکوشند تا نشان دهند که اگر بیش از این قدرت یابند سری را برگردن مرتدی و جانی را در کالبد کافری به جا نخواهند نهاد. کافر کیشان نیز به صد زبان
با هم میهنان خود میگویند که اگر از چنبر استبداد بجهند بی تردید و بی دری آزادی به دست آمده را صرف تمسخر و تخفیف آموزگاران دین و آموزه های آنان خواهند کرد و پیش از آن که به صنعت و اقتصاد و سیاست برسند به حساب دینداران خواهد رسید و با آنان و عقایدشان تسویه حساب خواهند کرد و ناظران به درستی دریافتند که آینده را نه به دست فقیهان کافرخوار می توانند بسپارند نه به دست کافران مسلمانخوار که رویه های زشت یک سکه منحوسند، اسلام کشی یا کفر کشی. تهمت تکفیر پیشینهی کهن دارد و دامان نامداران بسیاری را دریده است. نقد منکرانه دین نیز در دوران جدید حدیث کهنه است و دست کم قدمت چند صد ساله دارد. بیش از آن که مارکس نقد دین را در صدر همه نقدها قرار دهد، ولتر و دیدروها پیکر دین را به تیرهای طعن و طنز خسته بودند. با این همه دین جان سختی کرد و چراغ کلیساها روشن ماند و همین که پیکر نیم جانش برخلاف انتظار سکولارها در دوران پسامدرن جان دوباره گرفت و ابراز هویت نمود و خرق عادتها کرد و انقلاب آفرید، خردورزانی چون هابرماس سکولار بران شدند تا از جامعه پسا سکولار سخن بگویند و دیالوگ میان مؤمنان و مخالفان را پیشنهاد و توصیه کنند. رفتار پاره ای از منکران غربت گزیده ایرانی اما نشان می دهد که نه تنها دماغ دیالوگ ندارند و شیوه نقد راستی را نیاموختند، بلکه در بیخبری و عقب ماندگی از قافله تاریخ و عقلانیت فقط زبان طعن و تمسخرشان باز است و دراز است و به جای آن که از در دوستی و آشتی در آیند و دل اهل ایمان را به دست آورند و همدلانه کجیهای اندیشه آنان را به غربال نقد و منطق بیالایند و به دیالوگی متقارن روی خوش نشان دهند و خود را آماده شنیدن نقد و نظر کنند، به شنعت زدند و خوبس گفتند، به خوبس گفتن روی آوردند و از لذت موهوم آن بشاشت می اندوزند. نقد علمی البته صورت و سیرت دیگر دارد و کورچشمی بسیار می خواهد که آدمی تفاوت میان نقد موقر و طعن موسی را در نیابد. صاحب این قلم خود به سبب نقد دین داغ تکفیر و زخم ارتداد بر چهره دارد و دیری است که صلیب مرگ خود را بر دوش می کشد. همین قلم بود که سالها پیش نوشت امر دین عظیم‌تر از آن است که فقط به عاشقان سپرده شود. کافران و منکران هم در این وادی حقی و حظی دارند. و با صاحب همین قلم بود که برای اولین و آخرین بار در دانشکده الهیات دانشگاه تهران آرای لودویگ فورباخ و دیوید هویم را در نقد دین تدریس کرد و به دانشجویان طریقه ساخت چکنی دین را آموخ. شریعتی هم چندان از نفاق دینی و تزویر روحانی سخن گفت که دین فروشان برآشفتند و برای فروکوفتنش با شکنجگران سلطنتی همداستان شدند. اما البته دین را نقد همدلانه می کردیم و گلزار دیانت را تهی از آفات و خرافات و گزندگان و درندگان می خواستیم و می خواهیم. هیوم و کانت و هگل و مارکس و فویرباخ هم ناقدان محترم دین بودند و هم دینداران علی‌الابد وامدار موشکافی های اندیشگرانه آنان. هیوم وقوع معجزات را نقد کرد، کانت دعا کردن را بی‌معنا می‌دانست، هگل خدایی تاریخی و حلولی را می‌پرستید، فویرباخ و مارکس هم دین را افیون روان یا افیون توده‌ها می‌دانستند.
کسانی هم بودند و هستند که فراتر از مسلحان می روند و نه به اصلاح دین بل به امها آن می اندیشند و می کوشند. اینان هم مادام که به نقد عقلانی پای بند باشند، سعیشان مشکور است و جهدشان معجور. روی سخن با کسانی است که جرعه صحبت را به حرمت نمی نوشند و شرط ادب را در محضر خرد نگه نمی دارند و دین ورزان را به تازیانه تحقیر می رانند و دامن بزرگان دین را به لکه اهانت می آلایند. روی سخن با دین ستیزانی است که به نام نقد اهانت و نفرت می پراکنند و رغم مغلطه بر دفتر دانش می کشند و سر حق بر ورق شعبده محلق می کنند و نفس کافری را عین روشن فکری و ترقی می انگارند و چهرهی کری از آزادی می نگارند و پلیدی ها و زشتی ها را به بهانه حق و آزادی مجاز و مطاع می شمارند و نه آن در سر دارند که سر به کسی فرو دارند. مغالطه مهلکی که ذهن و ضمیر این طائنان را تسخیر کرده این است که هرچه آزاده است رواست، به قوت باید گفت که این سخن سخت نارواست. آدمیان برای طمع ورزیدن و حسد ورزیدن، بخل ورزیدن، غیبت کردن، مسخره کردن، پرخوردن، پرگفتن، عادث غلط به جویندگان دادن و هنگام بیماری نزد طبیب نرفتند و غیر آزادند. یعنی هیچ قانونی آنان را منع و مجازات نمی کند. اما در این آزاد بودن پاره ای از آن خصائل و افعال از عقه و قبائه اند و به هیچ حیله و بهانه‌ای پلیدیشان پاک و پیراسته نمی شود. آزادی جراحی پلاستیک نیست که زشتی ها را زیبا کند. آزادی چون نور است که زشتی ها و زیبایی ها را آنچنان که هستند می نمایانند. تمسخر کردن و نام بزرگان را به زشتی بردن رذیلت است ولو آزادانه انجام شود. اهانت نارواست ولو نام نیکوی نقد بران نهاده شود. خود را فریب ندهیم. چه کسی میتواند بپذیرد پیامبر اسلام را به صورت خوک نشان دادن یا امامان شیعه را سید گدا خواندن در رسانه های لس آنجلسی؟ نقد علمی یا تحلیل تاریخی یا مبارزه سیاسی است. در سراسر دوران روشنگری که نقد دین در صدر کارنامه منکران قرار داشت، هیچ کس عیسی مسیح را به صورت خوک نکشید و هیچ کس حواریون عیسی را بی سر و پا نخوان. یارب به که شاید گفت این نکته که در عالم دین گریزان غربت گزیده ایرانی گشاده دستانه شیپور آزادی را از دهانه گشادش می نوازند و تمرین آزادی را از آزادی پلشتی ها و قرآن سوزی ها آغاز کردند و نعمت زیستن در اقلیم اقالیم آزاد را چنین کافران می کنند، چنین کفران می کنند. صاحب این قلم و همراهانش سالهاست بر شیعیان بانگ میزنند که خلفای پیامبر را صعب و لب نکنید و دشنام و ناسزا نگویید و تخم نفرت و کینه مپراکنید و آتش دشمن بر نیفروزید. حالا بیایند و از این آزادی پروران بشنوند که اهانت به مقدسات دیگران و دامان فضیلتشان را به رذیلت آلودن شرط و لازمه آزادی است و کسی را به خاطر آن نباید نکوهش کرد. حیرتن حیرت آمد زین قصص. من نمیدانم اگر فردا و پسوردا رعدی بخروشد و برقی بدرخشد و راه بازگشت آوارگان به وطن همراه هموار شود، این ناسزاگویان چگونه میتوانند بی خفت و بی خجلت چشم در چشم مردان و زنان و دختران و پسران بیشماری بدوزن که عقدشان را در محضر قرآن بستن و به آیین محمدی بر یکدیگر حلال شدن و به اذن خدا از یکدیگر کام گرفتن. فرزندانشان را محمد و فاطمه نام نهادن و الگوی مروت و شجاعت را در علی دیدن. نام محمد را
بی صلوات بر زبان نمی آورند و قرآن را بی بوسیدن به دست نمی گیرند و آب خنک را به یاد تشنگی حسین نمی نوشند و غبار تربتش را بر دیدگان می سایند. چگونه می توان در خرمن ایمان و آرامش قوی آتش عداوت زد و در میانشان به آرامی زیست؟ پدر کشتی و تخمکین کاشتی، پدر کشته را کی بود آشتی؟ با طائنان دینگریز میگویم، اگر در پی برکندن بیخ اسلامید آب در هاون میگویید و جهد بی توفیق میکنید، هم خدای مسلمانان به شهادت قرآن وعده تثبیت این دین را در زمین داده است، لیزهر علی الدین کل، و هم به شهادت تاریخ این شجره طیبه محمدی در فزونی و تناوری بوده است و از آمد و رفت کلاغان شاخ و برگش نفرسوده است. به قول جلال الدین بلخی، مصطفی را وعده کرد الطاف حق، او بخفت و بخت و اقبالش نخفت. در افتادن با تمدنی چتین ستر و ستر کاریز خرد، بل از حریسی عاقبت نادیدن است، بر خود و بر عقل خود خندیدن است. به قول خواجه شیراز، صد باد صبا اینجا با سلسله می رخصن، این است حریفه دل تا باد نپیمانی. و اگر برای تشفی خاطر چنین می کنید، وجدان شرمگین اخلاق نمی پسندد که دل دیگران را خون کنید تا دل خودتان خوش شود. اگر استبداد دینی ایران را نشانه رفته ای، نشانه گیریتان خطاست. دل مردم را به دست آوری تا در مبارزه با استبداد همدست شما شود. زخم زبان زدن و دل مؤمنان را آزردن از خرد سیاسی به دور است و راه به دهی نمی برد. اگر قصد روشنگری و خرافه زدایی و دین پیرایی دارید، بسم الله، راهش نقد علمی و تحلیل محققانه و همدلانه است و فتح باب دیالوگ و قبول شرافتمندانه رقیب، نه طعن و تخفیف و تمسخر. من در عجبم که چرا از اردوگاه سکولار ندایی و صدایی بر نمی خیزد و چرا از تاریخ مغرب زمین درس نمی گیرم و همزبان با مؤمنان بر قبیله طائنان نمی شورم و به نص ناقدانه ایشان دهان نمی گشایم. مگر نهی آنان فقط بر عهده دینداران است؟ این همه تلویزیون و این همه سایت اینترنتی روزان و شبان در کار تولید نفرت و فضیحتند و جدال کفر دین را دامن میزنند و عقلای قوم نشستند و تماشا میکنند و زبان از هدایت بستند. سکولارها به داد سکولاریست برسید. این نفرت فروشی های تون روانه چهره دین ستیزانه به سکولاریسم خواهد بخشید و در فردای موعود کار به دست همه خواهد داد. آنچرا آوردم هم از سر غیرت مسلمانی بود، هم مصلحت سیاسی و هم دغدغه فرهنگی. آیا کمال بی فرهنگی و بی تدبیری نیست محبوب مسلمانان را آزردن و در میدان مبارزه با استبداد آتش اختلاف عقیدتی افروختن؟ باری اگر ایرانیان همه یهودی یا مسیحی یا غیره هم بودند، بی کم و بیش با طائنان در یهودیت و مسیحیت و غیره همین گونه خطاب می کردم و آنان را به نقد مشفقانه و ترک طعن دشمنانه فرا می خواندم و مروت و مدارا و ادب و حرمت نگه داشتن که ارزش های فرادینیان در گوششان فرو می خواندم که بی ادب تنها نه خود را داشت بد، بلکه آتش در همه آفاق زد. این وجیزه ناقدانه و ناصحانه بی تکلمه ای تمام نیست. خطایی هم با قبیله فقیهان دارم. روشن فکران دینی بی نفاق و تزویر دغدغه دیانت دارد. به پیامبر مکلم اسلام ایمان و ارادت می‌ورزند و بر خان آن خان سالار معنویت نشستند و از دست او
جرعه معرفت می نوشند، اما سه چیز آنان را از شما جدا می سازد: الف اخلاق و تجربه متعالی عرفانی را از فقه برتر می نشانند، ب بر کثرت اندیشه ها و ادیان مهر قبول می نهند و در آرزوی محال مسلمان کردن و مسلمان شدن همه مردم ننشستند و همه کافران را لزوماً گمراه و دشمن حقیقت نمی شمارند. برون رفتن از دین را همچون در آمدن در دین از حقوق آدمیان می شناسند و جان را برتر از عقیده می نشانند و عقل را همه جا محترم می دارن چه وقتی که فتوا به ایمان دهد و چه وقتی که فتوا به کفر دهد. بر این قرار بالا جماع مباح کردن خون و آبروی کسی به سبب خروج از دین مباح نمی شمارن. سفارش من به شما این است که عالم به عمل باشید و در درجه نخست مقلدان خود بگویی تا در مقدسات دیگران تن نزنند و خلفای سلاس را لعن نکند، و آنگاه اگر غم اسلام میخورید و آن را توانا و آبرومند میخوانید با طائنان و کافران از در محبت درآیید و به نصیحت مشفقانه بپردازید و برای هدایتشان دعای مخلصانه کنید. به کرشمه بازار ساحری و ناموس سامری را بشکنید، بگذارید از قوم بانگ ارشاد و شفقت برخیزد نه نعره قتل و خشونت. از مولانا چهره متبسم اسلام بیاموزید. میشنید فوش و خر میراندم، رب پسر زیر لب میخواندم. هر زمان میگفتم از سوز درون عهد قومی انهم لا یعلمون. امروز در جهان ایران تنها کشوری و قوم تنها شهری است که در آن حکم رسمی قتل مرتدان صادر می شود و چنین نشانی بر پیشانی اسلام ایران موجب فخر و ابتهاج نیست. بر این کارنامه بی افتخار مهر خاتمت نهید. اگر می ترسید تعنت آنان و کفر کافران در استواری درخت پرسلاوت اسلام نفع کند، دل دلیر دارید که آن آفت موجب چندین مخافت نیست. حتی چنین باید باشه، چنین مخافت نیست. به سب کوش تو ای دل که حق رها نکند چنین عزیز نگینی به دست اهرمنی. اگر آفتی و مخافتی هست، سکوت شما فقیهان در ستم بازار جمهوری اسلامی ایران هست که خیر قصاوت های قصابانش به تواتر رسیده است و دل انسانیت و اسلامیت را به درد آورده. سکوت شما اینه کم از شرکت در آن مفسده ها و مظلمه ها نیست. و اگر اهانت به رسول مکرم و آلو شما را خشمین می کند، خشم خود را برای خدا فرو خورید و ادب از بی ادبان بیاموزید و به هوش باشید که صد ملک دل به نیم نظر می توان خرید. خوبان در این معامله تقصیر می کند و چنان که قرآن فرمود ادفع بالتی احسن و جدالهم بالتی احسن. شنیدم که مردان راه خدا دل دشمنان را نکردند تنگ. تو را کی مبشر شود این مقام، تو را کی میسر شود این مقام که با دوستانت خلاف است و جنگ. عبدالکریم سروش فلان. کافر به معنای نامسلمان است و هیچ بار ارزشی نداره. این واژه را از آن روی به کار گرفتم که پاره ای از غربت گزیدگان خود را کافر می شمارند و حتی به آن افتخار می کنند. خب ارزم به حضور شما چند تا نکته است. به همین کلامی که خوندیم زیادم نمیتونیم توش دقیق بشیم. اولا که مدعی است که آقای سروش شما نگران نباشید و این دنیا دین رو فلان میشود و همه جهان مسلمان میشود و باید تلاش کنیم که همه جهان مسلمان شود، در ابتدا میگه که نه اصلا چیکار داری که همه جهان رو مسلمان کنیم، وظیفه ما نیست که این کارو بکنیم. و در پایان نتیجه میگیره که نه، وظیفه ماست که این کارو بکنیم. یه جای دیگه بیان میکنه که اصلا شما چه نشستی که میبینی که در این عصر جدید و فلان و بهمان
بعد از ماجرای نمیدونم انقلاب فرانسه و پدیده سکولاریسم و اینها، ببین که چگونه دین اسلام جهان رو فرا گیره. جوابش اینه که بیلاخ، خیلی ساده است. سال 1952 شخصی به نام سعید رمضان از اخوان المسلمین به در کاخ سفید آمد، ملتمسانه به دیدار آقای آیزنهاور رفت. دوره مکارتیزم است. بهتر دد دن رد، مرده بهتر از کمونیسته. اصطلاحی که در مورد سرخپوست به کار می‌برد، در مورد کمونیست سرخ به کار بود. مکارتیزم قوقا می‌کند. یکی از دلایلش همون در حقیقت کودتای درون ایران است. به این استدلال که چه نشستی که ایران رو کمونیستا گرفتند و بردند و خوردند، پس بشه تابید که علیه کمونیست میخوایم ما کودتا کنیم. اوج مکارتیزم است. سعید رمضان آمد به کاخ سفید، در اتاق بیزی دفتر کاخ ریاست جمهوری، گفت آقا اگر که تو میخواهی بر علیه این ایدئولوژی مقابله کنی و مبارزه کنی، چه کسی بهتر از ما مسلمان ها که در دین مردم جای گرفتیم؟ از اون موقعی که متولد میشه در گوشش میکنیم بسم الله الرحمن الرحیم، اشهد ان لا اله الا الله. اون موقعی که میمیره میگیم اشهد ان لا اله الا الله. چه دلیلی بهتر از آن که خانم کلینتون بیان کرد و گفت که آقا ما خودمون اینا رو آوردیم سر کار، آقای بن لادن و اینها، اینا دوستان ما بودن، ما در دوره ماجرای اینکه روسا شوروی افغانستان رو تسخیر کرده بود، ما خودمون اینا رو آوردیم سر کار. میگی نه بیا، کاری نداری که. گفت همدون دوره، کرتش نزدیکه، بیا با هم نگاه بکنیم. بذار دوباره این رو، البته در چیز قرارش دادیم، در فیسبوک قرار دادیم، اگر شما هم تمایل دارید به فیسبوک ما مراجعه کنید. آدرس فیسبوک ما هست facebook.com/mihantv عدد 1. اونجا یه سری بزنید، یه لایکی هم بزنید، بد نیست، چیزی ضرر نمی کنی، بلکه ما رو مفتخر می کنی به حضور خودت. اجازه بده که برم اصل داستان رو برات پیدا بکنم. کاری نداره که، اینا خیلی آسونه. ببینیم که خانم کلینتون چه میگوید، اینها چه کردن، چه گفتن و چه میخواستن بکنن. بعد آقای سروش اینا رو متعلق به خودش میدونه، میگه ما دین ما بود که این بلا رو آورد. نه آقا، دین شما نبود، بلکه یک جریان جهانی بود، یه اندیشه بود که این ماجرا رو به این نقطه رسان. امیدوارم که بشه اینو پیدا بکنیم با سرعت برات پخشش بکنیم. البته در فیسبوک ما هست، میتونید به آدرس فیسبوک مراجعه بکنید، در اونجا هم داستان رو میشه پیدا کرد. بذاریم در فیسبوک خودمون بریم تو فیسبوک، فکر کنم همه آسان تر همون باشه که به فیسبوک مراجعه. نه سخت الان، نمیخوام که از موضوع زیاد پرت بشیم. چند تا نقیصه داشت فرمایشات آقا. یکیش راجب همین موضوعی است که در اینجا میگوید که آقا ما دینمون رفت و با همه حرفا، ولی گرفت. ما میگیم نه،
شما نبودید. آقای فهمیم سخن در پاسخ به سروش می‌نویسد: جناب دکتر سروش، نگران کافران مسلمان خوار نباشید. طبق معمول می‌خواستم سخنم را از جایگاه والای علمی جناب دکتر سروش و مرتبه شاگردی خودم و اینکه حد این مرتبه و آن جایگاه را ندانستن و ورود به بحثی که تخصصی در آن ندارم نشانه خرد نیست آغاز کنم، ولی دیدم چون در گذشته این کار را کرده ام تکرار آن ممکن است ظن فروتنی کاذب و غلو به وجود آورد، لذا از آن صرف نظر می کنم و مستقیما به سر اصل مطلب می روم. سخن دکتر سروش روشن و قابل فهم است و از نظر محتوا می توان آن را در چند جمله خلاصه کرد: به اعتقادات مردم توهین نکنید. فرق است میان دین حکومتی با دین مردم. با جریه دار کردن احساسات مردم مؤمن به جایی نمی رسید، آنها را از خود می رانید. دل آنها را به دست آورید و با خود همراه کنید. هر قدر هم به دین و بزرگان دین اهانت کنید، آنها جایگاه خود را در میان مردم حفظ خواهند کرد و از میان نخواهند رفت. بزرگان دین دست از مرتد خواندن و تکفیر بردارن و کافران هم دست از توهین به دین و مقدسات مردم. نقد دین با زبان محترم ایرادی ندارد، ایرادی اگر هست در توهین است و زبان به دشنام گشودن. این حرفا کاملا متین و منطقی است و ظاهرا در آن ایرادی نیست، اما در اینجا باید گفت که جناب دکتر به جای علت به معلول پرداختند و اندکی هم در عمل کرد و گفتار کافران مبالغه فرمودند. اینکه برنامه‌ای یکی دو تلویزیون لس آنجلسی را ملاک قرار دهید و ده‌ها نوشته و گفتگوی منطقی جاری در رسانه‌های اینترنتی را نادیده بگیرید، نشانه اعتدال در گزینش پایه‌های استدلال نیست. با این حال فرض بگیریم که وزن آنچه در لس آنجلس گفته می‌شود بیش از همه اینهاست و انبوه کافران مسلمان خوار پشت دروازه کاخ اسلام تجمع کردند، منتظر یافتن روزنی برای ورود بان هستند تا این کاخ و ساکنانش را نیست و نابود کنند. سؤال این است: چرا این عده این چنین کینه اسلام را به دل گرفتند؟ اینها که اغلبشان طرفداران بازگرداندن نظام پادشاهی به ایران هم. چرا در دوران پیش از انقلاب با اسلام و مسلمین کاری نداشتند و پادشاه و ملکه و ولیعتشان دست کم سالی یک بار در مکانهای مقدس مسلمین حاضر می شدند و با رعایت تمام قواعد حاکم بران محل مثل کشف با از پادر آوردن و چادر به سر کردن به دعا و نیایش می پرداختند؟ یک سؤال اساسی که من همیشان را مطرح می کنم این است که کجا دیده شده است اگر کسی ظلم و تعدی از اصحاب دین ندیده باشد بی جهت و ابتدا به ساکن شروع به فحاشی و ناسزاگویی به دین کند؟ یعنی روی فحاشی و ناسزاگویی تاکید می کنم و آن به معنی به کار بردن الفاظ زشت و رکیک است، نه آنچه به عنوان توهین ضمنی یا پوشیده یا قابل تفسیر می تواند خوانده شود که شاید در نزد برخی این فحاشی و ناسزاگویی باشد و در نزد برخی حتی توهین هم نباشد. آقای دکتر سروش به عنوان یک حکیم اهل خرد باید به این علتها توجه کنند، نه به معلولها. یا دقیقتر بگویم، ایشان باید کفه سخنش را به سمت علتها سنگین کند نه معلولها. علت اینگونه فحاشیها که من به دلیل نداشتن ماهواره آنها را نمی‌شنوم معلوم است. شیشه‌گری با شیشه نازک دین وارد بازار مسگرها می‌شود و از دیدن ضربات دگرگون کننده و تغییر شکل دهنده‌ای که بر اجسام مسی می‌خورد و سر صدای کر کننده آن دچار وحشت می‌گردد و امیدوار است که به شیشه نازک او آسیبی وارد نشود. وقتی دین وارد عرصه سیاست و حکومت شد، وقتی دین مورد استفاده یعنی از نگاه به قول آقای دکتر کافران یا سوء استفاده، باز هم از نگاه نواندیشان دینی
حکام قرار گرفت و وقتی دین ابزار ظلم و ستم و ضرب و شتم و کشتار شد، نمیتوان انتظار داشت که آسیب دیدگان از حکومت میان حکام با مقدسان و بزرگان دین فرقی بگذارند و آنها را از هم سوا کنند. وقتی امروز در ایران به نام علی آدم بردار میکشند، به نام فاطمه زهرا زنان را کتک میزنند، به نام امام نقی حکم ارتداد و قطع صادر میکنند، نمیتوان انتظار داشت خانواده بردار کشیده شدگان و کتک خوردگان و مرتد شمرده شدگان چشم بر علی و فاطمه و نقی ببندند و تنها عاملان قتل و ضرب و شتم و مرتد خواندن را مورد لعن و نفرین قرار دهند. نکته جالب توجه که جناب دکتر به آن اشاره نمی کنند، نسبت میان جنایات به نام دین و توهین‌های از این قبیل است که واقعا نسبت اندکی است و این نشان از فهم و سهم و صبر و درایت اهل قلم این سرزمین دارد. شما به سایت های اینترنتی که نگاه کنید، به رغم داشتن هر گونه آزادی، نشانی از توهین و فحاشی در آنها نمیبینید. حتی مشاهده میکنید که مسئولان آنها چه تلاشی برای پاکیزه نگاه داشتن فضای این سایت ها میکنند. همین چند روز پیش این جانب در سایت گویای من مطلبی منتشر کردم با عنوان بخش نظرها را تبدیل به لجنزار نکنیم و از نظر نویسان تقاضا کردم فضای سایت را با فحاشی و ناسزاگویی آلوده نکنیم. این مطلب را کسی نوشته است که شاید نوشته های طنزش از نظر آقایان مؤمن این توهین به دین و ناسزاگویی به مقدسات باشد. اینکه در آینده چه خواهد شد را ما نمیدانیم. آیا لشکر کافران مسلمان خوار خواهند توانست از طریق لس آنجلس کاخ اسلام را فتح کنند؟ بر ما معلوم نیست. آنچه میدانیم بر ما معلوم است این است که حکومت اسلامی ایران و آیت الله های نامدار و فقیهان برجسته کماکان مشغول زدن و کشتن و شکنجه اهل فکر و نابود کردن پایه‌های اقتصاد و فرهنگ ایران هست. این واقعیتی است که فعلا موجود است. ما و آقای دکتر مستقیما با آن سر کار داریم. آقای دکتر بهتر است به جای نگران شدن برای آینده مؤمنان، فعلا نگران کسانی باشند که در زندانهایی که به نام علی و فاطمه و تقی اداره می شود یا نقی اداره می شود در حال پوسیدنند و مردمی که عمر و جوانیشان در کشوری بیمار و عقب مانده به خاطر سوء مدیریت آقایان مقدسان و آیات خداوندی در حال برباد رفتن است. ایشان مطمئن باشند که با از بین رفتن علت معلول نیز از بین خواهد رفت و یا از شدت آن کاسته خواهد شد. امروز در غرب مردم کلیسایشان را می روند، دعایشان را می خوانند، کسی به کار دین آنها کاری ندارد مگر آنکه کلیسا در عرصه اجتماع دچار خطاکاری شود. مثلا کشیشی بچه بازی کند، پاپ در اموری مانند سقط جنین و استفاده از کاندوم دخالت نماید. به رغم تمام انتقادها و طنزها و تمسخرهای در حد متعارف اجتماعی، دین مردم برقرار است و کلیسایشان نیست و کسی از شنعت زدن و خوبس گفتن نبی دلیل دوچار بشاشت نمی شود. در ایران نیز چنین خواهد شد و با از میان رفتن علت معلول نیز از میان خواهد رفت. امیدوارم جناب آقای دکتر به همان شفافیت که از حقوق دیندار در حکومت آینده دفاع می کنند، به همان شفافیت و با نام از کسانی که امروز تحت تعقیب آدمکشان دینی هستند نیز دفاع کنند و نشان دهند که اصل وجود انسان است و حقوق انسانی نه چیز دیگر. امیدوارم چنین باشه. نیست آقا، اصلا چیزی نیست. یعنی این آقای حسن، آقای دبا اصلا تو این فکران نیست. نه، این ماست خود، نگران ماست خودشه، موضوعش اصلا نیست و دروغ میگوید.
به اعتبار این که عبدالکریم سروش هست. نه، دین شما، اسلام شما به ذات خودش ندارد حرکت سیاسی، بلکه این در تقابل با دو تا جریان دیگر که در جهان حاکم بود، یعنی مارکسیسم و بعد به شیوه کمونیسم و نظام سرمایه‌داری، در جنگ بین این دوتا این بهترین سلاح بود که بیرون بیاید. یه از این سلاح بهتر وجود نداشت. چه سلاحی بهتر از این؟ با دین مردم بری به جنگش. دروغ میگویی. بها طولانی شد برنامه امروز. فردا که جمعه است بحثا رو با هم پی میگیریم. امیدوارم که دیگر این مشکلات و مصائبی که داشتیم پیش نیاید و ما بتونیم این راه پر پیچ و خم و مخالفت فرانسه و بریتانیا با مشارکت ایران در نشست سوریه، یک روز پس از آن که روسیه در راستای حل بحران سوریه خواستار برگزار نشستی با حضور کشورهای نظیر ایران و ترکیه شد، فرانسه و بریتانیا اعلام کرد ایران هیچ نقشی نمیتونه در نشست سوریه داشته باشد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز پنجشنبه 18 خرداد در گفتگو با خبرگزاری فرانسه اعلام کرد که ایران تحت هیچ شرایطی نمیتونه در مذاکرات برای حل بحران سوریه حضور داشته باشه و تاکید کرد حضور ایران در مذاکرات با هدف افزایش فشار بر حکومت سوریه در تضاد است. وی همچنین تاکید کرد مشارکت دادن ایران در این مذاکرات بر برنامه هسته‌ای ایران نیست که به گفته وی مطلوب نیست تأثیر میگذارد. آقای فابیوس در این خصوص توضیحی ندارد. سرگئی لاروف وزیر خارجه روسیه 17 خرداد دیروز تاکید کرد که لازم است نشستی با حضور کشورهای برگزار شود که بر گروه اپوزیسیون سوریه تأثیر واقعی دارد. آقای لاروف در این خصوص به کشورهای عضو شورای امنیت اتحادیه اروپا، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی، همچنین کشورهای مهم منطقه نظیر ترکیه و سوریه اشاره کرد. روز پنجشنبه ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا نیز در همراهی با فرانسه اعلام کرد که به باور وی وارد کردن ایران در هر گروهی که به منظور حل بحران سوریه تشکیل شود فعالیت‌های گروه مزبور را بی‌اثر می‌کند. وزیر خارجه بریتانیا افزود ایران کشوری است که از حکومت سوریه برخی از خشونت‌های غیر قابل قبول حکومت سوریه حمایت می‌کند. قبل در ماه‌های گذشته بارها سپاه پاسداران ایران متهم کرده که در سرکوب‌های سوریه دخالت می‌کند. این اتهام از سوی شورای ملی سوریه از گروه‌های اصلی مخالف دولت بشار اسد نیز مطرح می‌شود. اگرچه مقام‌های وزارت خارجه جمهوری اسلامی همواره هر گونه دخالت تهران در امور سوریه رد کردند و کشتار مردم سوریه را به مخالفان نیروهای القاعده نسبت دادند، یکی از مسئولان نیروی قدس سپاه پاسداران به تازگی و برای نخستین بار دخالت ایران در حوادث سوریه را تأکید کرد. اسماعیل قاآنی جانشین فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران هفتم خرداد با تأیید این مسئله تأکید کرد که این دخالت برای جلوگیری از کشتار مردم بود. وی در گفتگوی با خبرگزاری ایسنا با اشاره به حضور مؤثر نیروی قدس سپاه پاسداران در سوریه گفت تا وقتی که در سوریه نبودیم کشتارهای مردمان توسط معارضین زیاد، اما با حضور جمهوری اسلامی به طور فیزیکی و غیر فیزیکی جلوی کشتارهای بزرگ در سوریه گرفته شد. 15 ماه از آغاز نارامی‌ها در سوریه می‌گذرد. سازمان ملل فروردین ماه سال جاری شمار کشتگان خشونت‌های سوریه را بیش از 9000 تن ارزیابی کرد. گروه‌های مخالف می‌گویند این رقم در حال حاضر به بیش از 11000 تن رسیده است. این هم در باب اینکه نمی‌گذرن ایران رو صفر جلوش گرفتن، تحت هیچ شرایطی بهش اجازه نمیدن که کاری را انجام بدهد.
و یکی از نکات جالب باز اینم بگم و از حضور مرخص بشم، این استش که حمید داوودآبادی از فعالان فرهنگی حزب الله از حصر 400 صفحه از کتابش به نام از معراج برگشتگان به دستور علی خامنه‌ای خبر داد. این عضو سپاه که ماجرای جنگ رو این حرفا رو دنبال میکرده، بعد میگه که آقا بهم گفتن که 400 صفحه آقای خامنه‌ای گفته حذف کنی، اونم در بخش این که نقش سپاه در برون مرز چه بوده است. مطلب زیاد اجازه بده که نشوش هم بزنیم برای فردا و پس فردا و روزهای دیگه که بتونیم در خدمتت باشیم. بله، اجازه مرخصی تا فردا براتون آرزوی بهترین ها میکنم تا فردا، فردای دیگر که باز هم در خدمت شما نازنینان باشیم. مثل همیشه آرزو میکنم که روز و روزگار اونجوری که دلتون میخواد براتون باشه و انتظار دارم که شما اگر توانشو داری، امکانشو داری، ما رو حمایت مالی بکنید، برای اینکه در این زمینه یه قدری عقب افتادیم، خیلی عقب افتادیم به خاطر این چند مدتی که نبودیم، در ماهای گذشته هم همین مسائل بوده، امروز بیشتر شده. اگر میتونید تو این زمینه کمکمون کنید خوشحالمون میکنید. ممنونم از شهلای الف که کمک کرد، از همه دوستانی که کمک میکنید ممنون و متشکرم. تا فرصتی دیگر که دوباره در خدمت شما خوبان و نازنینان باشیم. فردا جمعه است، گفتگو میکنیم با آقای مثل همیشه با رضای فانی و تلاش خواهیم کرد که مهمانی رو داشته باشیم و ببینیم که این با این پس حضور مرخص بشه. مرسی، تا فردا.